با سلام خدمت دانش آموزای عزیزم، با حل نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد 99 خارج از کشور رشته تجربی در خدمتتون هستیم. انشالله در حین اینکه این نمونه سوالا رو حل میکنیم، سعی میکنیم نکات مرتبط رو توضیح بدیم به شما. ببینید بچه‌ها، لطفاً سعی کنید وقتی این فیلمو نگاه میکنید کاغذ قلمی کنارتون باشه. نکاتی که من میگم، حتی به صورت گفتاری میگم، شما یادداشت کنید، خلاصه برداری کنید که انشالله تمام مطالب واسهتون دوره بشه. خب میریم با هم دیگه بچه‌ها آزمون رو حل کنیم، ببینیم آزمون چگونه بوده. سوال اول بچه ها مثل همیشه جای خالی داده. بچه ها تو آزمونای نهایی جای خالی خیلی زیاد سوال میاد. سوال یک رو نگاه کنید. بچه ها گفته در برای واژه مناسب و برای یکی از گزاره ها بنویسید تو پاسخنامه. الف، برداری که مبدأ محور را خب گفته، به مکان جسم در هر لحظه وصل میکند، بردار چی نام داره؟ بچه ها میشه بردار مکان. ما دوتا بردار مهم داریم بچه ها. خوب نگاه کنید. یکیش اینه، اگه من یه محور ایکس و وای در نظر بگیرم، این محور ایکس باشه، این محور وای، متحرک روی محور حرکت کنه، یه بردار داریم به نام بردار مکان، بردار دی، که بردار مکان مبدأ رو وصل میکنه. یه بردار داریم بچه‌ها به نام بردار سرعت وی، بردار سرعت. یادتون باشه بردار مکان مبدأ رو وصل میکنه به مکان. بردار سرعت بچه‌ها در هر لحظه مماس بر مسیر حرکته. پس حواستون باشه بچه‌ها، این دو تا جای خالیش خیلی سوال میاد. بردار مکان برداریه که مبدأ رو وصل میکنه به مکان متحرک، بردار سرعت مماس بر مسیره. حالا ما یه بردار دیگه هم داریم که مماس بچه‌ها به جز بردار سرعت، اگه یادتون باشه مثلا بردارش مثل بردار تکانه پی میشد ام در وی. چون سرعت همواره مماس بر مسیره، تکانه هم که همجهت با سرعته، اون هم همواره مماس بر مسیر حرکته. پس یه بار دیگه میگیم بردار مکان مبدأ رو وصل میکنه به مکان، بردارهای تکانه و سرعت مماس بر مسیر حرکت هستند. بریم سراغ جای خالی بعدی. به گفته شیب خط مماس بر نمودار سرعت زمان در هر لحظه دلخواه چیه؟ بچه ها ببینید، نمودار کلن شیب خط مماس بر هر نموداری، کلن شیب هر نموداری مشتق میشه. حالا اگه مماس باشه لحظه ای، واصل بین دو نقطه باشه چیه؟ متوسطه. مشتق سرعت بچه یادتونه میشه چی؟ شتاب. پس شیب خط مماس نشون دهنده بچه ها باید بنویسید شتاب لحظه ایه. شتاب چیه؟ لحظه ایه. ببینید بچه ها، من بخوام یه یاداوری کلی بکنم، چون ما هدفمون اینه که این درس ها برای شما یاداوری بشه. ببینید ما یک چی داشتیم کلا بخوام کمیت ها رو بگیم؟ یه مکان داریم x، یه سرعت داریم v، یه شتاب داریم a. مشتق مکان میشه سرعت، مشتق سرعت هم میشه چی؟ شتاب. برعکس، انتگرال شتاب میشه سرعت، انتگرال سرعت هم میشه چی؟ x. یادتون باشه بچه ها، شیب تمام نمودارهای دنیا مشتقشون رو نشون میده، سطح زیرشون بچه ها دلتا انتگرالشون رو نشون میده و تقعرم مشتق دوم رو نشون میده. بیایم نکات همه نمودارها رو یه بار دیگه سریعتر با هم بررسی کنیم. اردالا من یخ زدم. خب بچه اینجا بودیم یخ میکنیم. نمودار اول XT، نمودار XT خودش که Xه. یادتون باشه بچه ها، شیب نمودار مکان میشود سرعت. یادتون باشه اگه مماس باشه سرعت لحظه‌ایه، واصل. پس اگه مماس بود نشون دهنده لحظه‌ایه، یعنی سرعت لحظه‌ای واصل بین دو نقطه باشه، سرعت متوسط میشه. خب سطح زیر نمودار مکان زمان چیز خاصی رو نشون نمیده، اما بچه ها تقعر نمودار XT علامت شتاب رو نشون میده. خب میشه شتاب آ. حالا اگه کاسه نمودار این شکلی رو به بالا باشه شتاب مثبته، اگه کاسهش رو به پایین باشه شتاب چی میشه؟ منفی. نمودار VT بچه ها نکات مهمش چیه؟ بخوام براتون یه دستبندی کنم، نکات مهم نمودار VT رو بگم. خوب نگاه کنید، ما اگه نمودار VT رو در نظر بگیریم، خودش که سرعته، هیچی میدونید سرعته، شیبش
شیب نمودار ویتی میشه مشتقش یعنی شتاب. باز دوباره دو حالت داره، اگه شیب خط مماس باشه مثل این سوالی که گفتیم شتابه لحظه ایه، اگر واصل بین دو نقطه باشه شتابه. چی رو بهتون میده؟ متوسط رو میده. تقعرش چیز چی مشتق دومش چیز خاصی رو نشون نمیده و در نهایت بچه‌ها یه سطح زیر نمودار داره که دلتا انتگرالشه که میشه جا به جایی یا همون دلتا ایکس رو به ما میده. یادآوری میکنم بچه‌ها هر وقت سرعت صفره، هر وقت سرعت صفره ما توقف داریم. اگر علامت سرعت عوض شه توقف و تغییر جهت داریم، علامت سرعت عوض نشه توقف بدون تغییر جهت داریم. اینا رو هم که قبلا بهتون گفتیم، بارها گفتیم. حرکت ها پس بچه ها میدونید حرکت های تند و کندم که انشالله توی بازه سوالا باز دوباره بهشون برمیگردیم. اما بریم سراغ اینا. شیب خط مماس برنمودار سرعت زمان، شیب خط مماس برنمودار در هر لحظه دلخواه میشه شتاب لحظه ای. حالا شیب خط مماس برنمودار مکان زمان میشد سرعت لحظه ای، اگه واصل بود میشد شتاب متوسط. حواستون باشه اندازه نیروی مقاومت شارب به تندی و جای خالی بستگی دارد. بچه‌ها ببینید تندی و تو کتابتون گفته اندازه، جالبه بدونید اندازه جسم بستگی داره، به خیلی از عوامل بستگی داره. من یه توضیح راجع به نیروی مقاومت شاره به شما بدم بچه ها. ما یه نیروی مقاومت شاره داریم، خوب نگاه کنید اینجا براتون می نویسم نیروی مقاومت شاره. خب نیروی مقاومت شاره که ما چی نشون میدیم؟ اف دی یا اف درنگ نشون میدیم. هرگاه جسمی درون یک شاره یا یک سیال حرکت کنه، نیروی از طرف اون شاره یا سیال به اون جسم وارد میشه که با حرکت اون جسم درون اون سیال مخالفه. اون نیرو به چه عواملی بستگی داره؟ اون نیرو اف دی به دو عامل بستگی داره. یکی اف دی وابسته است به تندی یا سرعت حرکت، یکی گفته کتابتون اف دی وابسته است به اندازه جسم. این دوتا خیلی مهمه بچه‌ها، چون کتابتون گفته حالا به جنس سیال وابسته است، به ویسکوزیته اون سیال چسبناکیش وابسته است، به آیرودینامیک وابسته است. اینا رو کتاب نگفته، کتاب شما دوتا رو گفته و نمیشه وجای خالی گفته. نیروی مقاومت شاره یک به تندی حرکت وابسته است، دو به اندازه. اما توی مقاومت شاره وقتی اسمش میاد یه تعریف دیگه هم یادتون باشه که امکان سوال اومدن ازش بسیار زیاده. اون تعریف دیگه چیه بچه‌ها؟ تندی حدی. تندی حدی یادتون باشه بچه‌ها. تندی حدی چیه؟ سرعتی است که در آن سرعت نیروی مقاومت هوا و وزن جسم، حالا میتونه اون چی باشه بچه ها؟ اون جسم ما دقیقا چتر باز باشه، با هم برابر است، با هم برابر است و جسم و نیروها، بهتر بگیم بچه ها، و نیروهای وارد به جسم متوازن می شود. یعنی چی؟ بچه ها اولا میدونید متوازن شدن مار قانون چندم اوله، جایی که افنت یا برآیند نیروها چند میشه؟ صفر. شما فرض کنید بچه ما یه چتر بازی داریم اینجوری داره سقوط میکنه، میگه یه جایی هست، یه جایی یه سرعتی هست، اف درنگ یا اف دی که به این چتر باز وارد میشه با دبلیو وزنش برابره، اف دی مساوی با دبلیو میشه، از اونجا بچه ها شتاب صفر میشه و اون چتر باز با سرعت ثابت میاد پایین. پس بچه ها نیروی تندی حدی، تندیه که در اون نیروی مقاومت شاره یعنی نیروی مقاومت هوا با وزن جسم برابره، نیروها متوازن میشن. حالا جسم یا چتپاس هرچی هست از اون به بعد با سرعت ثابت حرکت میکنه. بچه ها ببینید من هر جا توی هر سوالی به یه هر مفهومی برسم سعی میکنم همه نکات دوربرشم بهتون توضیح بدم که انشالله خوب تو ذهنتون بمونه. اما ترو نگاه کنید، میگه بزرگی نیروی که زمین به ما وارد میکند جای خالی بزرگی نیروی است که ما به زمین وارد میکنیم. بچه ها میدونید که طبق قانون سوم نیوتن برابره بزرگی نیروی است که ما به زمین وارد میکنیم. یه لحظه نگاه کنید بچه ها، من یه توضیح راجع به قانون سومم بهتون بدم. حالا که بهش رسیدیم من یک توضیح راجع به قانون سوم بدم. بذار تخت اینجا تمیز کنم من که بتونم نکاتشو براتون اینجا بنویسم. خب گوش کنید.
خوب دقت کنید ببینید من چی میگم. آقا راجب قانون سوم چه نکاتی مهمه؟ چیا رو باید بدونیم؟ الان بهتون میگم. خوب گوش کنید. بچه‌ها کلاً قانون سوم رو جمع‌بندی بکنم. قانون سوم نیوتن. اول قانون اول نیوتن رو بچه سریع میگم. قانون اول نیوتن میگه اگه به جز نیرو وارد نشود یا برآیند نیروهای وارد بر آن صفر بشه، نیروها متوازن بشن. میگن چی بچه‌ها؟ جسم اگر ساکن است ساکن میماند، اگر حرکت میکند به حرکت خود ادامه میداد. به قانون اول قانون چی میگن بچه‌ها؟ دیگه اسم دیگه چیه؟ بگو. لختی یا ماند میگن. بچه‌ها لختی به چی میگن؟ به تمایل اجسام برای حفظ حالت خودشون. در اصطلاح میگن چی؟ لختی. لطفا بچه تو خونه وقتی این فیلمو میبینید این نکاتی که من میگم اون رو نوت برداری بکنید، دیگه من وقت نوشتن ندارم. پس بچه‌ها لختی چیه؟ تمایل اجسام برای حفظ حالتشون رو میگن چی در اصطلاح؟ لختی یا ماند. خب گوش کن. قانون دوم هم که بچه‌ها میگه نیرویی که به جسم وارد میکنیم بهش شتابی میده که این آ میشه بردارش اف نت به روی ام، برآیند نیروها به روی ام. شتاب با اف نت رابطه‌اش مستقیم، با جم رابطه‌اش عکسه. قانون سوم چی میگه بچه‌ها؟ میگه هر عملی را عکس العملی است هم اندازه و مختلف الجهت با آن. نیروهای بچه‌ها عمل و عکس العمل، گوش کنید، نیروهای عمل و عکس العمل سه تا ویژگی مهم دارن. یک، هم اندازه و مختلف الجهتن. دو، به دو جسم متفاوت وارد می شوند پس یک دیگر را خونسا نمی کنند. یادتون باشه ببینید بچه ها وقتی من یه جعبه رو هل بدم نیروی عمل از دست من به جعبه، عکس العمل از جعبه به دست من. یه نیرو به جعبه وارد میشه، یه دونه به دست من وارد میشه. پس اینا همدیگر رو خونسا نمی کنن چون به یه جس وارد نمیشن. اما سومین ویژگی بچه ها برای نیروی عمل عکس العمل نه، اینا چیه بچه ها؟ هم جنسن. یعنی چی؟ ماهیت یکسان دارند. یعنی بچه اگه نیروی عملتون نیروی مغناطیسیه، عکس العمل هم مغناطیسیه. اگه نیروی عمل از جنس تماس هل دادنه، عکس العمل هم از اون جنسه. اگر نیروی عمل گرانشیه، عکس العملش هم از جنس گرانشی خواهد بود. اما یکی از معروفترین نیروهای عکس العمل نیروی عکس العمل وزنه. یه دقیقه نگاه کنید بچه‌ها. شما فرض بفرمایید، من اینجا یه خلوت بکنم، من کره زمین براتون بکشم، راجع به عکس العمل وزن صحبت کنم، نکتهشو بگم که بسیار مهمه. شما فرض کنید این کره زمینه، یه آدمی اینجا وایستاده. خب نیروی وزنی که بهش وارد میشه W، وزن به سمت مرکز زمینه. W چیه بچه ها؟ از مرکز زمین به جسم وارد میشه. عکس العملش بچه ها W پریم اگه اسمشو بذارم، از جسم به مرکز زمین. بچه ها نه سطح زمین ها، عکس العمل نیروی وزن به زمین یا به مرکز زمین وارد میشه، نه به سطح زمین ها. اون نیروی FNی که از تکیه گاه وارد میشه عکس العمل وزن نیست. بچه ها عکس العمل وزن همه اجسام برابر با نیروی وزن از جسم به مرکز زمین. کلن تو عکس العمل گفتن جمله رو برعکس کنید، مثلا عمل از زمین به جسم، عکس العمل از جسم به زمین، ولی منظور ما از زمین اینجا مرکز زمینه. این هم بچه نکاتی که حالا راجع به عمل عکس العمل بد نبود یه اشاره بکنیم. پس بزرگی نیرویی که زمین به ما وارد میکند برابر بزرگی نیرویی است که ما به زمین وارد میکنیم. اما بازم میگم منظورمون مرکز زمینه. در امواج الکترومغناطیسی گفته میدانهای الکترومغناطیسی بر همواره بر جهت حرکت موج چی هستند بچه ها؟ یه بار با هم میگیم عمود هستند. خب بر جهت حرکت موج چی هستند؟ عمودن. بعد نیست بچه‌ها یاداوری امواج الکترومغناطیسی رو واسهتون بکنم اینجا. حالا من یه ذره تخته رو دوباره باز براتون خلوت بکنم، یه یاداوری بکنم امواج الکترومغناطیسی. اگه یادتون باشه بچه‌ها امواج الکترومغناطیسی فرقشون با امواج مکانیکی چی بود؟ امواج الکترومغناطیسی فرق مهمشون با امواج الکترومغناطیسی بود که برای انتشار نیاز به محیط مادی نداشتند و بسیار سرعتشون از امواج مکانیکی بیشتره. اما بچه‌ها گوش کنید،
ویژگی های مهم امواج الکترومغناطیسی رو براتون اینجا بنویسم. نگاه کنید، امواج الکترومغناطیسی ویژگی های مهمشون چی هست؟ یک، برای انتشار نیاز به محیط مادی ندارند. دو، میدان های الکتریکی و مغناطیسی هن که با همچین هم فاز یا همگام هن. یعنی بچه خود میدان های الکتریکی و مغناطیسی خودشون با هم همگام هن. یعنی با هم بیشینه و صفر میشن و بر جهت انتشار چی هن بچه ها؟ عمود هستند. یادتون باشه میدان های الکتریکی و مغناطیسی هن که خودشون با هم عمودن، میدان ها با هم همگام یا همفازن و بر جهت انتشار عمودن. قانون دست راست هم که واسه شون یادتونه دیگه، چهار انگشت رو اگه میذاشتید در جهت ای یا ماژیکتون رو میذاشتید در جهت بی میدان مغناطیسی تو دستتون، شستتون میشه جهت وی. حالا کتاب گفته چهار انگشت رو بذارید در جهت ای، بچرخونید در جهت ای، شست میشه جهت سرعت. اینم یادتون باشه. سه، سرعت حرکت همه آنها در خلاء یکسان است. یادتون باشه بچه‌ها سرعت حرکت همشون توی خلاء با هم یکسانه، ولی بچه‌ها مثلا تو آب سرعتشون با هم یکسان نیست. مثلا سرعت حرکت امواج نمیدونم میکروموج و نمیدونم نور مرئی و گاما و ایکس اینا توی آب سرعتشون یکسان نیست. و میدونید که بچه‌ها هر چقدر به سمت فرکانس‌های بیشتر و طول موج‌های کمتر بریم، سرعتشون در محیط‌های غیر شفاف غیر از هوا کم میشه به جای اینکه زیاد بشه. اینو یادتون باشه. اما ویژگی‌های مشترکشون اینه، ماهیت همشون هم چهار ماهیت یکسان دارن، که این ماهیت یکسان دارن همون میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی هن که به هم عمودن و به جهت انتشار عمودن. یادتون باشه بچه‌ها تمام امواج الکترومغناطیسی به دلیل این اتفاقی که واسهشون میفته امواج چی هن؟ عرضی هستند. ما موج الکترومغناطیسی طولی نداریم. پس بچه ها همواره امواج الکترومغناطیسی از دسته امواج عرضی به حساب میان. این هم نکاتی بود که بچه ها امکان داره از هر قسمتش تو امتحانتون سوال بیاد. بریم سراغ مثال دو. گفته شکل روبرو نمودار مکان زمانه. هر وقت نمودار میبینید بچه ها اولین چیزی که به ذهنتون بیاد بعد دقت کنید نمودارتون چی بر حسب چیه؟ ایکسیه. خب نشان میدهند با ذکر دلیل سرعت متوسط رو مقایسه کنید. بچه ها میدونید سرعت متوسط میشود شیب خط واصل دو نقطه. توی نمودار ایکسی سرعت متوسط میشه شیب خط واصل. بچه ها تو لحظه تی یک جفتشون اینجان، تو لحظه تی دو جفتشون اینجان. اگه خط واصلاشون رو با هم بکشیم بچه ها میبینیم که شیب خط واصل جفتشون با هم برابره، پس سرعت متوسط ها با هم یکسانه. البته بچه ها اگر متحرک آ اصلا حرکتش یک نواخته، چون شیب حرکتش کلن ثابته، حرکتش یک نواخته. بی اما حرکتش یک نواخت نیست به هر حال. ولی بچه ها بین بازه تی یک تا تی دو اینا سرعت متوسط هاشون با هم برابر میشه. اما سوال سه رو نگاه کنید بچه ها. ما همیشه توی کلاس هامون اگه یادتون باشه حرکت های شتاب ثابت رو میمدیم براتون چیکار میگردیم؟ نمودار ویتی میکشیدیم. ببینید بچه ها معمولا توی امتحان نهایی شاید بعضی از مصحح ها یه ذره به این روش گیر بدن. به خاطر همین من یه یادآوری میکنم انواع حرکت رو. ما یه حرکت داریم بچه ها، خوب گوش کنید. انواع حرکت، یه حرکت داریم حرکت یک نواخت. حرکت یک نواخت حرکتیه که بچه سرعت توش ثابت. نکات مهمش اینه معادله مکانش درجه یکه. اینجوری میشه x میشه vt به اضافه x صفر که در نتیجه از این دلتا xش میشه vt. و اگه شما نمودار xt شو بکشید xtش یه خط صاف. خب توی این حرکت یک نواخت نکته مهم دیگه اینه که سرعت همواره ثابت است. پس بچه سرعت متوسط و لحظه‌ای در تمام بازه‌های زمانی با هم یکسانه. در چه حرکتی بچه سرعت متوسط و لحظه‌ای همواره با هم برابرن؟ حرکت یک نواخت که توی سرعت ثابته.
و نکته بعدی راجع به حرکت یک نواخت اینه که شتاب حرکت یک نواخت مستقیم الخط یک نواخت شتاب شند بچه‌ها صفره. اما ما یه حرکت دیگه داریم بچه‌ها که خیلی مهمه به نام حرکت شتاب ثابت. بیایید پیش من. نکات مهم حرکت شتاب ثابت رو با هم بنویسیم. یک، مکانش درجه دوه. معادل مکانش هم اینه، x مساوی است با 1/2 آتد و به اضافه v صفر t به اضافه x صفر و نمودار x تیش سهمیه. یادتون باشه نمودار مکان زمان در حرکت شتاب ثابت به صورت چی میشه؟ سهمی. دو، سرعت درجه 1 میشه. معادله سرعت اینه v مساوی است با at به اضافه v صفر و نمودار vt این حالا خط صاف میشه. سه، سرعت متوسطش رو چجوری میشه حساب کرد؟ ببینید بچه‌ها، در تمام حرکت‌های دنیا، در تمام حرکت‌های دنیا فرمول سرعت متوسط هست دلتای x به دلتا t، جابجایی در واحد زمان. اما در حرکت شتاب ثابت استثناءً میتونید بگید سرعت اولش به اضافه سرعت آخرش تقسیم بر دو. اینو چه زمانی فقط میتونید استفاده کنید؟ در زمانی که حرکتتون شتابش ثابت باشه، استثناءً میشه میانگین هم گرفت. آقا تو امتحان نهایی از کدومش بریم؟ هر کدوم دلت خواست، جفتش به جواب میرسه. اما چهار، روابط جابجایی توش چجوریه بچه‌ها؟ رابطه جابجایی شاید بلد باشید دیگه. یه فرمولش اینه، دلتا ایکس مساوی است با 1/2 آت دو به اضافه وی سفتی، دلتا ایکس میشه منفی 1/2 آت دو به اضافه وی تی، دلتا ایکس میشه سرعت اولش به اضافه آخرش تقسیم بر دو ضرب در تی و مستقل از زمانش که وی دو به توان دو منهای وی یک به توان دو، دو آ دلتا ایکسه. که معمولا تو امتحان نهایی بچه شما این دوتا رو خوب بلد باشید، یکی معادل اصلی رو بلد باشید، مستقل از سرعت بهش میگن، این رو مستقل از زمان، از این دوتا زیاد سوال میان، ولی به هر حال اینا روابط اصلی هن دیگه. حالا بیایید با هم دیگه بیان ببینیم این سوالمون رو چجوری باید حل کنیم. میگه یه حرکتی داریم بچه ها، خوب نگاه کنید، شتابش ثابته، سرعت اولیش وی صفر شنده. خوب نگاه کنید اینجا وی صفر رو سرعت اولیه رو داده 6، آی شتاب هم داده 4، جا به جاییش رو از 0 تا 3 میخواد. حالا بچه ها شما وی صفر رو دارید، زمان هم که از 0 تا 3 آ هم دارید، جا به جایی رو میخواید. خیلی راحت بچه ها، 1.25 نمره هم داره. الان من سوالش رو حل کنم مسخرت شاید واسهتون باشه، نگاه کنید بذار من تخته رو پاک کنم براتون این سوال رو حل کنم. اینجا معمولا بچه تو امتحانه نهایی مسائل حل کردنی خیلی آسون میاد، اینقدر آسونه که شما حتی شاید باورتون نشه، بیشتر شما امکان داره تو این جا خالی ما خالی ها امتیاز از دست بدید، وگرنه مسئله هاش خیلی خیلی آسونه. نگاه کنید فرمول دلتا ایکس چی بود؟ من یه بالی اطلاعاتو نگاه کنم، شتابش 4 و 0 6. نگاه کنید آ مساوی با 4 وی صفر 6 از تی 1 0 تا تی 2 مساوی با چند؟ 3. جا به جایی رو میخواد. خب می نویسم دلتا ایکس مساوی از با 1/2 آت 2 به اضافه وی صفر تی. تی رو بچه چون 0 تا 3 به جای دلتا تی مون تیمون 3 میذاریم، دلتا ایکس مساوی از با 1/2 ضرب در آمون 4، تی 2 میشه 3 به توان 2 به اضافه وی صفرمون 6 ضرب در 3. که بچه از اینجا اگه حساب بکنیم نگاه کنید، این میشه 18، اینم میشه 18، در نتیجه دلتا ایکس میشه 18 به اضافه 18 میشه چقدر بچه ها؟ 36 متر. این از الفش. اما قسمت ب چی گفته بچه ها؟ بیایید با هم دیگه ب این سوال رو دیگه بخونیم چی گفته. گفته معادله سرعت زمان این متحرک را بنویسید. ب، معادله سرعت در حرکت شتاب ثابت وی چی بود؟ آتی به اضافه وی صفر. جاگذاری میکنید ویمون میشه آ رو چند داده به همون؟ 4 میشه 4 تی به اضافه وی صفرمون هم 6. اینم میشه قسمت ب. 1.75 نمرش بود.
ریتمش سوال ساده و بسیار پیش پا افتاده ای. اما بریم سراغ مثال 4. میگه نمودار مکان زمان متحرکی روی محور X مطابق شکله. بچه X تیمون خط صافه، میبینید حرکتمون حتما با توجه به این که این X تی خط صافه، حرکتمون اینجا حرکت چی میشه؟ یک نواخته. خب میگه درستی هر یک از کمیت‌ها رو مشخص کنیم. میگه مسافتی که متحرک از 0 تا 8 طی کرده برابر با 100. نگاه کنید بچه‌ها، تو لحظه 0 x یکتون چنده؟ 100. تو لحظه 8 x دوتون چند شده؟ 0. و چون متحرک تغییر جهت نداده، دلتا x‌اش جابجاییش منفی 100 میشه، پس مسافت طی شدهش میشه چند متر؟ 100 متر. این درسته بچه‌ها؟ درسته. ب میگه جابجایی متحرک خلاف جهت محور ایکس. یعنی چیه؟ دلتا ایکس منفیه. وقتی میگه جابجایی خلاف جهت محور ایکس یعنی جابجاییش منفیه. بچه‌ها بله، جابجایی من منفی 100 متره. اینم درسته. حرکت این متحرک کند شونده است. بچه‌ها این نمودار ایکس تیه. شیبش میشه سرعت. خب شیبش ثابته، حرکت این چیه بچه‌ها؟ یک نواخته. پس این غلطه بچه‌ها. حرکت‌های تند کند شونده حرکت‌هایی هستند که سرعت کم شه، حرکت‌های تند حرکت‌هایی هستند که سرعت زیاد شه. یادآوری می‌کنم حرکت‌های تند شونده حرکت‌هایی هستند که توشون آووی هم علامت و هم جهت باشه، کند شونده اونایی هستند که آووی مختلف العلامت باشه. پس این حرکت بچه‌ها نه تنده نه کند، حرکتش یک نواخته. ت میگه در لحظه تی متحرک تغییر جهت داده. بچه‌ها این کاملا غلطه. تغییر جهت داده یعنی چی؟ یعنی سرعتش صفر شده، علامت سرعت عوض شده. خیلی بچه‌ها در لحظه 8 چه اتفاقی افتاده؟ بردار مکان تغییر جهت داده، نه خود متحرک. ببینید بچه‌ها چون مکانش قبل از 8 مثبت، نگاه کنید تو لحظه 8 x صفره، بالاش x مثبت، پایین x منفیه. مکان تغییر جهت داده یا تغییر علامت داده، بردار مکان و مکان داده. اما خود حرکت متحرک زمانی تغییر جهت میداد متحرک که سرعتش علامتش عوض شه. این که اصلا سرعتش ثابته، تغییر جهت نداره. خب اما بریم سراغ بچه‌ها مثال بعدی، یعنی مثال 5. میگه مطابق شکل زیر تو دینامیکه، جسمی رو با نیروی 40 نیوتن به 8 کیلوگرم وارد میشه. شتاب جسم 3. ببینید شتاب هم چیه؟ 3. خوب دقت کنید، اطلاعاتمون اینه، شتابمون آمون شده 3، نیروی افمون هم چنده؟ 40. میگه ضریب اصطکاک بین سطح و جسم چقدره؟ خب بیاید بچه ها با هم این سوال رو حلش بکنیم. من یه ذره اینجا رو خلوت کنم واسه تون، این شکلم رو اینجا یه ذره، چون اینجا جا کافی هست، من براتون شکل رو یه بار دیگه بکشم. خب بچه ها بینید، وقت می ما دو جور استکاک داریم بچه ها، استکاک ایستایی، استکاک لغزشی. یادآوری می کنم استکاک لغزشی افکا می شد مو کا در اف ان، استکاک ایستایی فرمول نداشت، برابر با اف محرک یا اف خوب بود. حالا گفتیم بچه ها استکاک ایستایی بیشینش فرمول داره، اف اس ماکس بود که می شد مو اس در اف ان. اما اینجا بچه وقتی جسم داره سر میخوره رو زمین حرکت میکنه، حتما استکاک چیه بچه ها؟ لغزشیه. ما یه جسم داریم، خوب نگاه کنید، به جرم چنده؟ 8 کیلوگرم. اینجا مینویسیم نیروی افی که بهش وارد شده چند نیوتونه؟ 40 نیوتونه. یک نیروی استکاکی بهش وارد میشه خلاف جهت حرکت که ما نمیدونیم چقدره. یه نیروی وزن داریم به سمت پایین MG که مساوی با 80 نیوتونه. یک نیروی به سمت بالا هم داریم FN که اینجا اونم مساوی با 80ه. چون میدونید بچه ها نیروهای به سمت بالا و پایین هم دیگر باید خونسا کنن، یه MG داریم، FN داره اونو خونسا میکنه. میدونید بچه ها اگه من یه بالا اینو هولش بدم، حالا FN میشه MG به اضافه FM، بکشمش به سمت بالا میشه MG منهای اون F. بچه ها جسم فقط رو سطح زمین MG داره، FN هم برابر با MG. ببینید بچه ها ما تو کلاس اگه یادتون باشه میگفتیم F خوب منهای F بعد میشود MA. با کلاسش توی کنکور اینه، باید توی امتحان نهایی باید بگید F محرک منهای F مقاوم میشه MA.
اف محرک نیروهای در جهت حرکتن، اف مقاوم نیروهای مخالف جهت حرکته. فقط بچا به جای اف خوب و اف بد اینجوری بنویسید، بنویسید محرک منهای مقاوم تو امتحان نهایی. شاید به خوب و بد حالا گیر بدن تو امتحان. در نتیجه اف محرکمون 40، منهای اف مقاوم حرکتمون اف کاست خلاف جهت میشه ام جرممون 8 ضرب در 3، که بچه ها میاد از این کم میشه، از اینجا افکا به دست میاد 16 نیوتن. افکا چون 3-8 تا بچه ها حساب کنید میشه 24، میره اونور کم میشه میشه 16. از طرفی افکا فرمول داره بچه ها، میشه موی کا در اف ان، جا گذاری میکنیم 16 مساوی میشه با موی کا که ندارم ضرب در اف ان هم که 80ه. از اینجا بچه ها موکا به دست میاد 1/5 که همون 2/10. ضریب استکاک رو به دست بیاریم، به دست آوردیم میشه 1/5 یا 2/10. اما سوال بعدی رو ببینید، مثال 6 میگه فنری به طول 20 سانتی متر و ثابته چقدر بچه ها؟ 10 نیوتن بر سانتی متر. به یک نقطه آویزان میکنیم، وزنی به جرم نیم کیلو بهش وصل میکنیم، پس از تعادل طول فنر چند سانتیمتر خواهد شد؟ ببینید بچه ها اطلاعات اینه، L0 طول اولیش 20 سانتیمتره، کای ثابت فنر 10 نیوتن بر سانتیمتره، وزنی به جرم نیم کیلو بهش آویزون میکنیم. بیاید اینجا شما فرض کنید اینجا سقفه، یه فنر داریم، وزنه به جرم نیم کیلوگرم بهش آویزون کردیم که L0 طول اولیش 20 سانتی متر و کا ثابت فنرش یادم رفت چند بود؟ 10 نیوتن بر سانتی متر. کامون 10 نیوتن بر سانتی متر. خب ببینید بچه‌ها، وقتی شما وزنه به جرم ام رو به یک فنر آویزون می‌کنید، نیرویی که به وزنه به سمت پایین وارد میشه نیروی وزنشه، mg میشه چند نیوتن؟ 5 نیوتن. یه نیروی فنر هم اینو نگه داشته که بهش میگن FLF، در حقیقت کشتانی فنر FE. که بچه ها با توجه به اینکه این F فنر اینو خونسا کرده نگرش داشته، FE برابر با mg نیروی وزنه، پس F فنر برابر با 5 نیوتنه. از طرفی فرمول اف ای فنر میشد کا در دلتا ال. دو حالت داره بچه، دلتا ال میشه تغییر طول فنر، نیروی فنر کشتانی فنر اف ای هست کا دلتا ال. شما میتونید چیکار کنید بچه؟ میتونید ثابت فنر رو بذارید نیوتن بر سانتی متر بماند. خب دلتا التون رو سانتی متر بذارید، اف نیوتن به دست بیاد، اشکالی نداره. جاگذاری میکنیم، پس 5 مساوی میشه با کامونو میذاریم 10 ضرب در دلتا ال. از اینجا دلتا ال میشه نیم، اما دلتا ال میشه نیم سانتی متر. چرا؟ چون ثابت فنرمون واحدش نگاه کن، واحد این چی بود؟ نیوتن بر سانتی متر بود، اینو بر حسب سانتی متر گذاشتیم. خب اینم بر حسب چی شده؟ نیوتن. پس اون خود به خود بر حسب سانتی متر به دست میاد. دلتا المون چقدره؟ نیم سانتی متره. حالا دلتا ال یعنی L2 منهای L1، طول ثانویه منهای طول اولیه. دلتا المون شده نیم، طول اولیه همون چند بوده؟ 20. پس طول ثانویه همون میشه 20.5 سانتی متر. ببینید طول اولیه همون 20 بوده، نیم سانتی متر وقتی اضافه میشه میشه 20.5 سانتی متر. به من میگه طول جدید فنر چند سانتی متر خواهد شد؟ میشه 20.5. اگر بهتون گفت، گوش کنید، اگر بهتون گفت، حواستون رو جمع کنید بچه ها، طول جدید فنر چقدر شد؟ میشه 20.5. اگه طول فنر چقدر زیاد میشه باید بگید نیم سانتی متر. اما بریم سراغ سوال بعدی که از گرانشه. میگه بچه ها جرم و شعاع سیارهی به ترتیب 8.2 برابر جرم و شعاع زمین است، شتاب گرانش در سطح این سیاره چند برابر شتاب گرانش زمینه؟ خب من راجع به گرانش‌های صحبتی بکنم بچه‌ها، خوب گوش کنید، خوب گوش کنید. من به طور کلی بچه‌ها بد نیست کلاً گرانش سیاره‌ها رو بهتون یاد بدم. فرض کنید بچه‌ها شما
یه سیاره ای دارید. خب به این شکل. خب نگاه کنید بچه، یه سیاره ای، حالا زمینه هرچی که میخواد باشه، یه سیاره ای، میگه جیه گرانش، جیه گرانش مال اون سیاره مساوی است با جی ثابت جهانی گرانش در ام ارس جرم سیاره به روی آر رو به توان دو. بارها گفتم بچه ها، خواهش میکنم دقت کنید، این آر فاصله تا مرکز سیاره یا همون زمینه، این آر شعاع سیاره نیست. یه بار دقت کنید، جی گرانش، جی گرانش میشه جی در ام سیاره، حالا جرم زمینی اگه سیارتون زمین بشه، به روی آر به توان دو. آی بچه ها دقت کنید، حواستون رو جمع کنید، این آر به توان دو فاصله تا مرکز سیاره است نه تا سطحون. خب حالا پس به خاطر همین ما میگیم دو حالت داریم بچه ها برای گرانش، در سطح سیاره، در ارتفاع H. در سطح سیاره بچه، وقتی شما یه جسم میذارید رو سطح سیاره، فاصلتون از مرکز سیاره میشه شعاع کره زمین. پس در سطح سیاره زمین جی گرانش میشه جی ام ارث به روی آر ارث به توان دو. اما در ارتفاع H فرض کنید اینجاست، ارتفاعش H، فاصلش حالا تا مرکز زمین که همون آر ما میشه، میشه آر ارس به اضافه اچ. پس تو ارتفاع اچ جی گرانش جی میشه جی ام ارس به روی آر ارس به اضافه اچ به توان تو. یاد گرفتید بچه ها؟ پس در سطح سیاره زمین جی گرانش میشه جی ام ارس به روی آر ارس به توان دو، در ارتفاع H میشه G M R به روی R R به اضافه ارتفاع H به توان دو. چون این آری که ما اینجا گذاشتیم بچه ها، این آری که ما اینجا می نویسیم فاصله تا مرکز سیاره است. اما حالا بچه ها میاد میگه مقایسه گرانش زمین با سیاره دیگه اگه اومد انجام داد، گوش کنید، مقایسه گرانش زمین با سیاره دیگر چجوریه؟ دو حالت داره. اگر نسبت جرم را بدهند، اگر نسبت جرم رو بدهند، خب میدونید جی رو سطح سهر سیاره میشه جی ام ارس به روی آر به توان دو، یا آر اون سیاره به توان دو دیگه، رو سطح سیاره آر به توان دو. پس میگیم جی اون پلنت به جی سطح زمین میشه ام اون سیاره پلنت به ام زمین ضرب در آر زمین به آر اون پلنت به توان دو. البته این تو سطح اون سیاره گرانش هست، بهتر میگیم سطح زمین، سطح زمین با سطح اون سیاره، یعنی ارتفاع اچش نه. اما بچه یه حالت دیگه داره، نسبت چگالی را بدهد. این تو کنکور زیاد سوال میاد، نسبت چگالی را اگر بدهد، که بچه من اینو قبلا براتون اثباتش کردم که جی چجوری به دست میاد. اگه نسبت چگالی داد، من فقط رابطهش اینجا براتون نمیزم، جی اون پلنت به جی سیاره میشه روی چگالی اون سیاره به روی پلنت، به روی زمین به چگالی زمین ضرب در آر شعاع اون سیاره به شعاع زمین. که بچه این نسبت چگالی خیلی بعیده توی کنکور بیاد، ولی خب بالاخره بلد باشید بد نیست. الان بیایید تو سوالمون نگاه کنید چی گفته. گفته جرم و شعاع سیاره ای 2.8 برابر جرم زمینه. خب یعنی جرمش 2 و امش 8 برابره. من اگه بخوام بنویسم بچه، بذارید اینجا ذره خلوت بکنم اونا اینجا رو براتون، خوب دقت کنید، خلوتش میکنم، خوب گوش کنید. گفته
ام اون پلنت، خوب گوش کنید بچه ها، ام اون سیاره هرچی که هست 8 برابر جرم زمینه، آر اون پلنت 8 برابر آر زمینه. نگفته جیگرانش در سطح اون سیاره چند برابر زمینه. خب فرمول جی بود، جی ام اون سیاره ها به آر به توان چند دو. پس میگیم چون نسبت جرم داده، جی اون پلنت به جی زمین مساوی میشه با ام اون پلنت سیاره به ام زمین ضرب در آر زمین. آج شاش 8 برابر نیست ببخشید، 2 برابر آر زمینه. اصخایی میکنم به روی آر زمین به آر اون سیاره به توان 2. نسبت جرمشون رو که گفته 8 بچه ها، این نسبت چنده؟ 8. نسبت این میشه 1/2 به توان 2ش میشه 1/4. ضرب بکنید جی گرانش در سطح اون سیاره به جی گرانش روی سطح زمین، اون سیاره به جی گرانش روی زمین نسبتش میشه 2. جی گرانشش چند برابر میشه؟ 2 برابر. خب اینم از این. اما بچه سوال 8 رو دیگه تعریف چیز خاصی نداره، خودتون تعریفش رو کتاب نگاه میکنید، تکانو نمیدونم تابش چیز خاصی نیست. اما 9 میگه معادله حرکت رو داده، بیشینی تندی نوسانگر گفته چقدره. بچه ها قبل از اینکه من بخوام اینو شروع کنم به درس دادن، یک خلاصه درسی از نوسان بهتون بگم. حالا بالاخره بچه حرکت نوسان رو یه خلاصه درسی ازش میگم و ایشالله بعد میاییم با هم دیگه میریم این سوالا رو حل میکنیم. خوب گوش کنید، نکات مهمی که راجع به نوسان شما باید بدونید چیه؟ ببینید بچه ها یه خلاصه کلی راجع به نکات مهم نوسان بهتون بگم، بعد انشالله با هم میریم شروع میکنیم حل کردن سوالش. ببینید بچه ها در نوسان گفتیم به حرکتی میگن نوسان ساده که روی یک پاره خط به طور منظم رفت و برگشت کنه. شما فرض بفرمایید بچه ها من اینجا یه پاره خط براتون میکشم به نام پاره خط نوسان. خوب گوش کنید، اینجا کجاست بچه ها؟ منفی آ، اینجا مثبت آ، اینجا هم صفر و مرکز نوسانه. خوب گوش کنید، نوسان روی این پاره خطه میره برمیگرده، میره برمیگرده، میره برمیگرده. به همین دلیل بچه ها به این نقاط در اصطلاح نقطه چی میگن؟ به این نقاط مثبت آ و منفی آ بهشون نقاط بازگشتی هم میگن. به این نقاط میگن نقاط چی؟ بازگشتی توی نوسان. پس منظور از نقاط بازگشتی تو نوسان کجاست؟ مثبت ها و منفی هاست. نقطه صفر رو بهش میگن مرکز نوسان یا در اصطلاح بهش نقطه تعادل هم میگن. خب بچه وقتی نوسان از مثبت آ و منفی آ عبور میکنه، اینجاها سرعتش کم میشه، صفر میشه، چون توقف و تغییر جهت داره. در مرکز زمان، در مرکز نوسان اما سرعتش بیشینه میشه، با بیشترین سرعت از مرکز نوسان میگذره. حالا ما یه اصطلاح داریم به نام دوره تی که میشه زمان ان نوسان تقسیم بر تعداد نوسان ها، و اینو بهش میگیم در اصطلاح تعداد نوسان کامل. اینا رو دیگه میدونید بچه ها که نصف تعداد رفت و برگشت هاست. آ هم که بچه ها دامن است میشه نصف طول پاره خط نوسان. از اینجا میگن بچه ها وی ماکسیموم بیشینه سرعت یک نوسان یا تندیش وی ماکسیموم هست آ در اومگا، و خود اومگا هم که بچه ها میدونید میشه 2πt یا همون 2πf در نوسان. این وی ماکسیمومه. اما ما یه بحثی داریم به نام شتاب نوسان. بچه شتاب هر نوسانگری آ میشه منفی اومگا 2 در ایکس. یعنی شما اگر بچه منفی اومگا 2 رو در مکانش ضرب کنید شتاب رو بهتون میده. پس بچه ها اینجایی که مرکز نوسانه یعنی ایکستون صفره، شتابتون هم اینجا چنده؟ صفره. اینجا که مکان بیشینه است شتاب بیشینه منفیه، اینجایی که بچه بیشینه منفی شتاب بیشینه مثبته. علامت شتاب و مکان همواره قرینه است، چون امگا 2 همواره علامت مثبته.
بیشتاب میشه منفی امگا 2 در x، یه عدد منفی در x ضرب میشه. پس علامت مکان و شتاب همواره قرین است. یادتون باشه بچه ها از این یه نتیجه گیری کنیم، بیشینه شتاب اندازه بیشینه شتاب هست a در امگا 2، یا بهتره بگیم هست v ماکسیموم در امگا، چون هست a امگا ضرب در امگا که v ماکس در امگا هم میشه. اما از لحاظ علامتی نگاه کنید بچه ها، اگه نوسانگر اینجا باشه و اینوری داره میاد، ببین نوسانگر اینجوری میاد به اینجا میاد، بعد از اینجا میاد دور میزنه، اینجوری بر میگرده میاد حرکت میکنه، هی بچه ها میاد بر میگرده میاد بر میگرده، اینجا که قرار میگیره، اول اینجا ببینید بچه ها تو این نقطه که قرار میگیره، اولا مکانش مثبت، چون هنوز تو مکانه مثبت، اما چون به سمت منفی ها میره سرعتش منفیه. بچه چون مکان مثبت شتاب حتما منفیه، علامت شتاب رو از رو مکان راحت بگید. علامت شتاب و مکان همواره قرینه است. علامت مکان که مشخصه، شتاب و قرینه میخواید قرینش میکنید. و یه نکته مهم یادتون باشه بچه ها، علامت سرعت هم رو جهت حرکت میفهمیم دیگه، داره به سمت منفی ها میره. اینجا که قرار میگیره بچه ها نگاه کنید، اینجا که قرار میگیره، دفعه بعد اینجا رو نگاه کنید، حالا اینجا که قرار میگیره تو ایکسای منفیه، چون مکانش منفیه، به سمت منفی ها میره، ویژه منفیه، شتابش مثبته. چرا؟ چون مکان و شتاب قرینه همن. اما اینجا که قرار میگیره داره برمیگرده اینوری میاد، نگاه کنید بچه ها، تو مکانهای منفی هنوز ایکسش منفیه، به سمت مثبت ها میره سرعتش مثبته، شتابش هم بچه ها مثبته، چون علامت قرینه علامت مکانه. اینجا هم که قرار میگیره علامت شتابش چی میشه بچه ها؟ علامت شتاب تو این نقطه، اولا مکانش که مثبته، سرعتش هم چون میره به سمت مثبت و مثبت شتاب منفی. به طور کلی بچه‌ها در حین حرکت نوسانگر نگاه کنید، در حین حرکت نوسانگر به چند تا نکته باید دقت کنید. نوسانگر به مرکز نزدیک شود، از مرکز دور شود. ببینید بچه‌ها، اگه نوسانگر یه رفت و برگشت میکنه، نوک دماغ من مرکز باشه، اگه به مرکز نزدیک شه یعنی داره به وی ماکسیموم نزدیک میشه. من چه حرکتش میشه چی؟ حرکتش میشه بعد تند شونده، از مرکز دور شه داره به صفر شدن سرعت نزدیک میشه، حرکتش میشه کند شونده. اینم بچه ها از لحاظ نوع حرکت تند و کندش. معادل مکانش هم که انشالله همتون دیگه میدونید، معادله مکان یک نوسانگر رو من اگه بخوام اینجا واسهتون بنویسم، همتون میدونید x هست a کوسینوس امگا t، که تو کتابتون اینو گفته. یه خلاصه راجع به اینا گفتم. پس بذارید بچه‌ها دیگه تمام نکات نوسان همینجا بگم دیگه. اما ما چند مدل نوسانگر داریم، گوش کنید، انواع نوسانگرامون که کتاب بهش گیر داده. یه فنر داریم بچه‌ها، یه دونه آونگ. یادتون باشه ما کلن دو تا نوسانگر داریم، فنر و آونگ، حواستون باشه. خب بچه ها، کل نوسانگرهای دنیا یه دامنه دارن که آ دامنه شون میشه فاصله نقطه ولش تا تعادل. مثلا بچه ها فنر رو شما تو تعادله 2 سانتی بیادید و ولش کنید، دامنش میشه 2.5 سانتی ببرید و ول کنید، دامنه میشه 5. بچه ها یادتون باشه تعادل همان مرکز نوسانه تو نوسانگرها، یادتون باشه. اما امگاشون چی؟ امگای فنر فقط حواستون باشه میشه رادیکال کائموم، امگای آونگ میشه رادیکال جی الوم، که از اینجا دوره فنر تی میشه 2π رادیکال ام کائوم، تی آونگ تی میشه 2π رادیکال ال جی اوم. اینم از روی امگا و دوره شون. حالا نکات مهم دیگه اگه بخوام بگم، یه دونه راجع به ساعت آونگ دارم بهتون بگم. ساعت‌های آونگدار یه نکته مهم دارن بچه‌ها. تو ساعت‌های آونگدار اگر بچه‌ها شما این کاری بکنید، ساعتی که آونگ داره امگاش زیاد بشه، مثلا بچه‌ها جی رو زیاد کنید یا ال رو کم کنید، اگر امگای ساعت آونگدار زیاد شد یادتون باشه ساعت جلو میافتد. اگر یک کاری کردید امگای ساعت آونگدار کم شد، اون ساعت عقب می افتد. چون بچه تمرین کتاب مهمه، پس ساعت آونگدار عقب جلو افتادنش از روی امگا می فهمید. بچه مثلا اگه گفت آونگ منبسط شد، انبساط پیدا کرد، طولش زیاد شه،
خب اومگا رادیکال جی ال اومه، ال زیاد چه اومگا کم میشه ساعت عقب میفته. هر وقت سرعت اومگا، بچه اومگا سرعت زاویه دیگه، اگه اومگا زیاد شد ساعت آونگارتون جلو میفته، کم شد عقب میفته. یه توضیح هم بچه من سریع بهتون راجع به انرژی نوسانگر بگم، انرژی مکانیکی نوسانگر هم سریع بهتون درس بدم. انرژی مکانیکی نوسانگر، انرژی مکانیکی فرمولش اینه، ای مساوی است با یک دوم ام آدو اومگا دو، که البته کتابتون اومگا رو هم گذاشته دو پی اف چار پی دو اف توش کرده، من با این راحت ترم. بچه انرژی مکانیکی مساوی با بیشترین انرژی پتانسیل هم هست، مساوی با یک دوم که آدو هم میشه. انرژی مکانیکی با انرژی جنبشی بیشینه برابره، یک دوم ام وی ماکس به توان دو هم میشه. ما سه تا فرمول داریم واسه انرژی مکانیکی نوسانگر، بسته به شرایط از هر کدومشون میتونید استفاده کنید. یه نکته بسیار مهمی که کتابتون خیلی اشاره کردنم بهتون بگم بچه، نسبت انرژی جنبشی همیشه به انرژی مکانیکی، خب انرژی جنبشی رو یک دوم ام وی دو بگیرید، انرژی مکانیکی رو یک دوم ام وی ماکس دو، اینا که با هم برن میشه نسبت وی به وی ماکس به توان دو. یادتون باشه بچه ها، هر جا یو مساویه با کابش، این خیلی مهمه، پس کای شما یک دوم ایه، یوتون هم یک دوم ایه، پس نسبت وی به وی ماکستون میشه رادیکال یک دوم یا رادیکال دو دوم. این چون بچه تو کتابتون چند بار اومده بگم، جایی که انرژی جنبشی و مکانیکی، انرژی مکانیکی و انرژی پتانسیل و جنبشی با هم برابر میشن، جفتشون نصف این، از یه دوم جذب بگیرید، نسبت وی به وی ماکس میشه رادیکال دو دوم. اینم یه خلاصه من چون به طور کلی از نوسان سعی کردم زودی بهتون بگم که انشالله بچه ها مشکلی نداشته باشید توی جنبندیش. اما بیایید به هم سوال نگاه کنیم. میگه معادله هماهنگ ساده یک نوسانگر شده x شده 5 صدم کوسینوس 20 پیتی، که بچه شما میدید این 5 صدم همون آست، این 20 پی همون اومگاست دیگه، چون x هست آ کوسینوس اومگاتی. میگه بیشینه تندی حرکت چقدره؟ خب بیشینه تندی وی ماکسیموم هست آ در اومگا دیگه، پس میشه 5 صدم ضرب در 20 پی، به جای پی هم گفته چند بذارید 3، خودش گفته 5 صدم ضرب در 20 که میشه 1، پی هم که 3 میشه 3 متر بر ثانیه، 3 متر بر ثانیه. اما بریم سراغ 10. میگه از داخل پرانتز، از این سوالا هم بچه‌ها معمولاً میان، میگه واژه مناسب رو انتخاب کنید تو پاسخنامه بنویسید. 1. خودرویی که رو به شمال حرکت ترمز میکنه، شتاب این خودرو رو به کجاست؟ رو به جنوبه. بچه چون ترمز میکند حرکتش یه کند شونده میشه. در حرکت‌های کند یادتون باشه بچه، در حرکت کند شتاب و سرعت مختلف علامتن، مختلف علامتن یا بهتر بگی مختلف جهتن دیگه. پس چون حرکتمون کنده، خوب دقت کنید، چون حرکتمون کنده آ و وی مختلف جهت میشن، مختلف علامت میشن. حرکت رو به شماله، یعنی سرعت رو به شماله، چون ترمز کردید بچه شتابتون رو به جنوب میشه، پس بچه جهت شتاب رو به جنوبه. حالا اگه میگفت خودروی رو به شمال حرکت میکنه، پاشو میذاره رو گاز یا سرعتش رو زیاد میکنه، جهت شتاب به کدوم سمت میشه؟ اونجا میشه به سمت شمال. میگه بچه علت دیده شدن فشار کاغذ بازتاب چیه؟ بچه پخشنده نوره. ببینید سطح کاغذ، شما وقتی نور بهش میتابه برمیگرده، اگه بچه در تمام جهات برنگرده، آدم هایی که همه تو اتاقا نمیتونن ببینن، اصلا سطح کاغذ خیلی برآمدگی فرورفتگی داره، بازتاب ازش پخشنده میشه. میگه با حرکت رو به جلوی چشمه صوت تجمع جبهه در جای خالی کمتر است. ببینید بچه ها، وقتی یه جبهه حرکت میکنه، یه پدیده دوپلر داریم بچه ها. من یه توضیح راجع به دوپلر بذارید از اینجا بهتون بگم، حالا نکات مهم دوپلر هم با هم بگیم. بچه ها وقتی شما تو حرکت دوپلر دارید، ما دو جور دوپلر داریم. یه دوپلری دارید که بچه ها جبهه موج ساکنه شخص حرکت میکنه، یه دوپلر دیگه دارید چشمه موج یا صوت حرکت میکنه. خب اگر بچه ها چشمه ساکن باشه، این چشمه، نیا کنید مثلا یه آمبولانس رو در نظر بگیرید،
شما اینجا چشم ساکن. خب جبهه های موج در هر دو طرف تراکمشون یکسانه، لاندا فرق نمی کنه. اما اگه شخص حرکت بکنه بیاد به این نزدیک شه، اف او بیشتر از اف چشمه میشه. برعکس اگه اینور ازش دور شه، اگه ازش دور شه اف او کوچیکتر از اف اس میشه، فرکانس کمتر میشه. پس بچه ها به طور کلی اگه چشمه ساکن باشه، شنونده یا ناظر بهش نزدیک شه، نزدیک شه فرکانس زیاد میشه، دور شه فرکانس کم میشه. اما وقتی چشمه ساکنه طول موج عوض نمیشه. حالا فرض کنید بچه ها چشمه حرکت کنه، نکن این چشمه حرکت کنه، در جلوی چشمه جبهه‌های موج به هم نزدیک میشن، پشت کم میشن. پس جلو طول موج کم میشه، حالا جلو فرکانس بیشتر از فرکانس منبع میشه، پشت چشمه فرکانس کوچیکتر از فرکانس منبع میشه، چون فرکانس و طول موج رابطه چی دارن؟ عکس دارن. پس اگه چشمه حرکت کنه جلو جبهه های موج به هم نزدیک میشن، پشت از هم دور میشن. یعنی جلوش طول موج کم میشه، پشتش طول موج زیاد، فرکانسش هم که برعکسه. اما بیایم ببینیم اینجا چی گفته. گفته با حرکت چشمه رو به جلو تجمع جبهه های موج در جای خالی آن کمتر میشه، تجمع بچا در عقب کمتر میشه. تجمع در جلوی جبهه زیاد میشه، طول موجا کم میشن، در پشت منبع دقیقاً تجمع کم میشه و از هم بازتر میشن. ت گفته بچا چی؟ گفته بسامدی که گوش انسان درک میکنه رو بهش میگن چی؟ بچا بسامدی که گوش انسان درک میکنه رو بهش میگن ارتفاع. ما دو تا تعریف تو کتاب داریم، خیلی مهمه. خب گوش کنید، ارتفاع و بلندی. گوش کنید بچا، ارتفاع صوت فقط به چی ربط داره؟ به بسامد بستگی دارد. یعنی بچه هر فقط بسامد ربط داره. یه دونه این بلندی صوت، بلندی صوت به چی بستگی داره بچه ها؟ به شدت صوت بستگی دارد. حالا خود شدت صوت آی به فرکانس به توان دو بسته است، آی به دامنه به توان دو وابسته است و آی با فاصله به توان دو رابطه عکس داره. یعنی شما هر کاری کنید که شدت صوت عوض بشه، چون فرمول شدت صوت هم میدونید دیگه، آی هست ای به روی آتی، شدت صوت در یک نقطه. اگه شدت صوت زیاد شه، دامنتون زیاد شه، فرکانستون زیاد شه، یا فاصلتون تا منبع کم شه، میگیم بلندی صدا زیاد میشه. اما وقتی راجع به ارتفاع صحبت میکنیم فقط فرکانس توش مهمه. پس بچه ها فرکانسی که گوش انسان درک میکنن رو در اصطلاح بهش میگن ارتفاع. میگه بچه ها سق همه امواج رادیویی در خلاء با تندی جای خالی منتشر میشن. تو اونجا گفتم بچه ها تندی همه امواج الکترومغناطیسی در خلاء یکسانه، اما همه امواج رادیویی قطعا در شیشه تندی یکسان ندارن، حتی در هوا هم تندی یکسان ندارن، نمیدونم در کریستال، در اینا تندیشون یکسان نیست. 11 رو نگاه کنید بچه‌ها، میگه سیمی به جرم فلان و طول 1/8 متر بین دو نقطه با نیروی 50 نیوتن کشیده شده، تندی چقدر؟ من یه توضیح بدم بچه‌ها، ببینید اینجا یادآوری بکنم، تندی انتشار موج در تار، در تار و تندی انتشار موج ارضی در تار و فنر، وی بود رادیکال اف به روی مو که میشه رادیکال اف ال امم، چون بچه مو جرم واحد طول خودش هست ام به روی ال، وی میشه رادیکال اف ال امم. اما بچه ها یه رابطه داریم بر حسب چگالی، بر حسب چگالی دو تا رابطه مهم داریم، بهتون باشه که شنه وی هست رادیکال اف به روی رو آ، یا وی هست دو دیوم رادیکال اف به روی رو در پی. که بچه اگه قطر رو داد از پایینی استفاده میکنید مساحت مقطع از این، اگر بچه ها بهتون ال و ام هم داده بود که از رادیکال اف ال ام هم میرید. اما توی این سوالی که به ما داده نگاه کنید بچه ها چیا رو داده به ما؟ گفته جرممون 1/10 کیلوگرمه، این جرمه، اردالان یخ کردم، جرمه، طولمون ال 0.8 متره، نیروی کشش هم 50 نیوتنه، تندی رو میخواد. خب بچه فرمول وی رو می‌نویسیم، رادیکال اف ال امم دیگه بچه جاگذاریه دیگه، میشه رادیکال
50 ضرب در ال 8 دهم به روی ام 1 دهم، که اگه حساب کنیم چه رادیکال 400 میشه 20 متر بر ثانیه. حالا امکان دارم این سوالو بده مثلا فرکانس رو هم بده بگه طول موج رو حساب کنید که خود لاندا میشه وی اف ام یا لاندا میشه تی وی، بسته به شرایط مسئله است، اما این به دستون. سوال 12 راجع به تشدیده، گوش کنید. تشدیده، ببینید بچه‌ها، من قبل از اینکه تشدید رو بخوام بهتون بگم لازم میدونم یه توضیح بهتون بدم، چون بچه‌ها تشدید چه جاخالی‌های مهمی داره، چه اصطلاحات مهمی داره. بچه‌ها ما دو تا نوسان مهم داریم، یه نوسان آزاد داریم، یه نوسان آزاد داریم. نوسانگر رو ولش کنید واسه خودش نوسان کنید، یه فنر رو بکشید ولش کنید نوسان کنید، به این میگن نوسان چی؟ آزاد. اما یه نوسان مهم داریم به نام، بچه بارها هم سوال بوده، نوسان واداشته یا مجبور شده. بچه اگه شما به نوسانگر از بیرون نیرو وارد کنید، نیرو خارجی وارد کنید، به نوسانگر نیروی خارجی ضربه‌ای وارد کنید، میگن نوسان واداشته. پس نوسان واداشته تعریفش مهمه، هرگاه به نوسانگر نیروی ضربه‌ای وارد شود، به نوسان در اصطلاح چی میگن بچه ها؟ واداشته میگن. اما تشدید کی رخ میده؟ بچه ها پدیده تشدید کی رخ میده؟ بچه ها اولا تشدید باید نوسانش واداشته باشه، نیروی ضربه‌ای وارد بشه و فرکانس نیرو با فرکانس طبیعی دستگاه برابر شه. میگه هرگاه به نوسانگر نیروی ضربه‌ای با بسامد، بچه اینجوری میگم، فرکانس نیرو رو میگم فرکانس دی، اون ضربه‌ای که میزنیم، اف دی وارد شد. پس نکته مهم اول اینه بچه‌ها، به نوسانگر نیروی ضربه‌ای وارد شود، یعنی نوسان باید واداشته باشه، به سوب وارد شود و بسامد نیرو با بسامد طبیعی نوسانگر یکسان باشد، دامنه بیشینه می شود که به این پدیده تشدید گویند. یادتون باشه به این پدیده در اصطلاح میگن چی؟ تشدید. پس نوسان وارد، نوسانگر ضربه بزنید، بسامدش با بسامد طبیعی یکسان باشه، دامنه بیشینه میشه، بهش میگن تشدید. باید فرکانس اون نیرو با فرکانس دستگاه یکسان باشه یا امگای نیرو مساوی با امگای اون نوسانگر باشه یا دوره نیرو مساوی با دوره اون نوسانگر باشه، تشدید رخ میده. حالا بیا اینجا میگه در شکل زیر آونگ دو رو به نوسان در میاریم. اون آونگی که ما به نوسان در میاریم تکون تکون میخوره، واسه بقیه میشه نیروی چی؟ ضربه ای. خب میگه کدوم در تشدید قرار میگیره؟ بچه اونی که امگاش با دو یکسان باشه یا فرکانسش یکسان باشه. در آونگ امگا هست رادیکال جی الو، جی همه که یکسانه، چون آونگ چهار با آونگ یک هم طوله، آونگ چهار و دو با هم هم طولن، پس امگای آونگ چهار، امگای چهار مساوی با امگای دو، پس فرکانس آونگ چهار مساوی با فرکانس آونگ دو، دامنش از بقیه بیشتر میشه. اما بریم سراغ سوال 13. میگه در هر یک از پرسش‌های زیر گزینه درست انتخاب کنید. موشون میگه اگه دامنه یک نوسان ساده دو برابر شود دوره آن، بچه دوره آونگ نوسانگر ساده فنر، دوره فنر چیه فرمولش؟ دو پی رادیکال ام کام. اگه دوره دو برابر شه دوره عوض نمیشه، دامنش رفتی به دوره داره، دامنش رفتی به امگا داره، تأثیری نداره، حواستو باشه. فاصله دو قله متوالی رو بهش میگن بچه چی؟ میدونید همتون بهش میگن طول موج. فاصله دو قله متوالی یا دو دره متوالی میشه چی بچه ها؟ یه لاندا. فاصله قله، ببینید اینجوری اگه در نظر بگیریم، ما به این نقاط میگیم چی؟ قله. این قله است، این دره است. فاصله دو قله متوالی از هم میشه لاندا. فاصله قله تا دره بغلیش مثلا میشه لاندا دوم،
یادتون باشه فرمول لندن بچه این بود وی به روی اف یا تی در وی. طول موج کدام یکی از انباد از طول موج کدام یکی از اینا از همه کوتاه‌تره که بچه‌ها اینو که ترتیبش رو باید بلد باشید دیگه. امواج رادیویی، میکروموج، فروزترخ، مرئی، فرابنفش، ایکس و گاما، که هر چقدر به سمت گاما میرید فرکانس بیشتر، طول موج کمتر میشه. این ترتیب رو دیگه حفظ کنید بچه‌ها، من جای شما نمیتونم اون ترتیب رو حفظ کنم، اما ترتیب امواج الکترومغناطیسی رو بلد باشید. مثال 14، میگه یک دستگاه نوسان فنر داریم، روی دستگاه استکاک بدون استکاک حرکت میکنه، تا آکشیده شده رها شده، در جدول ریزی بیشین و کمین رو ثابت بذارید. خب نقاط بازگشتی، خوش کنید نقاط بازگشتی. شما میدونید بچه ها از دو دقیقه پیش گفتم بازگشتی یعنی مثبت و منفی آ، نقطه تعادل هم یعنی مرکز ایکس مساوی با صفر. انرژی پتانسیل بچه ها تو صفر، وی ماکسیمومه، ایکستون صفره، پس انرژی پتانسیل تو نقاط بازگشتی بیشین است، توی نقطه تعادل چند صفره. برعکس جنبشی توی نقطه صفر، بچه اینجا یو صفره، اینجا یو ماکسه، برعکس اینجا کا ماکسیمومه، اینجا ها کامون صفر میشه. خب انرژی جنبشی نوسانگر تو نقاط بازگشتی باز بچه ها چند صفره، توی تعادل چیه؟ بیشینه است. انرژی مکانیکی تو همه جا مقدار ثابتیه، هیچ فرقی نمیکنه. اینم از این. اما 15 رو نگاه کنید، نور تک رنگی مطابق شکل از محیط یک وارد محیط دو میشه، ضریب شکست یک چند برابر دو. به طور کلی بچه ها قانون عمومی شکست انسل چه امواج مکانیکی چه امواج الکترومغناطیسی اینو میگه، میگه سینوس، به طور کلی سینوس زاویه تابش آی به سینوس زاویه شکست آر مساوی است با وی یک به وی دو. این وی یک محیط چیه؟ تابشه. این ویدو محیط چیه؟ شکسته. این آی زاویه تابش زاویه شکست. در امواج الکترومغناطیسی خود وی با این رابطه عکس داره، به خاطر همین سینوس آی به سینوس آر مساویه با ان دو به ان یک هم میشه. سینوس آی به سینوس آر میشه وی یک به ویدو یا ان دو به ان یک. اما بیم دون این سوال ببینیم چی گفته. نوری از محیط یک رفته محیط دو، خب زاویه تابشمون آی چند درجه است؟ خوب نگاه کنید بچه ها، زاویه تابشمون رو آی رو به همون داده محیط یک 45، تتای آر زاویه شکست رو داده چند؟ سی. به من گفته چی رو به دست بیارید بچه ها؟ نسبت ان دو ان یک به ان دو. ما میدونیم بچه ها، خوب نگاه کنید اینجا پاک کنم جا باز بشه، سینوس زاویه تابش یعنی سینوس آی به سینوس آر می شود وی یک به وی دو یا ان دو به ان یک. سینوس زاویه تابش سینوس 45 درجه، بچه این سینوس آیمون 45، آرمون چند، زاویه شکستمون سی. در نتیجه سینوس 45 درجه 17 به سینوس 30 درجه نیم مساوی است با ان دو به ان یک که میشه 7/5. از اینجا n1 به n2 میشه 5/7. بچه ها حواستون باشه فقط این زاویه های تابش و زاویه های شکست، بچه ها زاویه های پرتوها با خط عمودن، نه مرز جدا کننده. اما بریم سراغ سوال 16 مون که راجع به تراز شدت صوت و شدت صوته. خب گفته دو نفر به فاصله های دیگه و دیدو از چشمن، یکیشون 60 دسیبل میشنوه، یکی 80 دسیبل، شدت صوت برای شخص دوم چند برابر اوله؟ بیاید اینجا من یه فور کلا بچه شدت صوت رو یه یاداوری کنم بهتون یاد بدم. تراز شدت، بچه ببین تراز شدت صوت، تراز شدت صوت فرمولش اینه، کاتا لوگاریتم آی به آی صفر، که آی صفر شدت صوت مبناست، آی هم شدت صوتیه که ما باش کار داریم. احتمالاً تو کتابتون این کار رو نداره دیگه بچه ها، این کار تبدیل واحد بل و دسیبل به همه که ما میذاریم که یادمون نره، اگه بل بود کار رو میذاریم یک، دسیبل کا ده. خود آی چیه بچه ها؟ خود آی شدت صوت فرمولش اینه، آی این فرمولا رو داره، ای به روی آتی یا پی توان به روی 4 پی دی دو فاصله تا منبع. اما یه تفاوت تراز شدت صوت یا تغییر تراز شدت صوت داریم که دلتای بی میشه کاتا
لوگاریتم آی دو به آی یک در مقایسه دوتا شدت صوت، تغییرات تراز شدت صوت بی دومین های بی یک دلتا بی میشه کا لوگاریتم آی دو به آی یک. یادمون هست بچه خود آی دو به آی یک میشد آ دو به آی یک به توان دو، زب در اف دو به اف یک به توان دو، زب در دی یک به دی دو به توان دو. این هم مقایسه اینا بود. حالا ببینید بچه ها، گفته دو نفره، بیکیشون بیک و چقدر میشنوه بچه ها؟ 60. دو نفر به ترتیب هستش، این بیک و داره 60 دسیبل میشنوه، این بی دو داره چقدر میشنوه؟ 80 دسیبل. شدت صوت یعنی آی، خود آی رو میخواد. یه وقتی باشه نسبت دیار رو میخواد، یه وقت نسبت آی رو میخواد، خود آی رو میخواد. برای دوم چند برابر اوله؟ خب میام بچه با هم حلش کنیم این سوالو. خیلی هم سوال آسونیه. خوب نگاه کنید اینجا براتون، من تخته رو پاک کنم بچه ها بنویسم. خوب توجه کنید. خوب دیدید که بچه ها بی یک چند بود؟ 60 بود. بی دو 80 بود، البته دسیبل 80 دسیبل. نسبت آی دو به آی یک رو میخواد. بچه ها من میدونم دلتای بی هست کاتا لوگاریتم آی دو به آی یک. دلتا بی این دوتا چنده؟ بین 60 و 80 تفاوتشون چنده؟ 20. چون دسیبل کار رو میذارم 10، از اینجا لوگاریتم آی دو به آی یک میشه چند؟ دو. بچه دیگه ساده ترین حالت ممکنه دیگه، لوگه یه عددی شده دو، پس خود آی دو به آی یک میشه 10 به توان دو یا چند؟ 100. لوگه چه عددی میشه؟ دو. لوگه 100 دیگه. پس این لوگه چه عددی میشه؟ دو. این لوگه 10 به توان دو بوده، پس خود آی دو به آی یک میشه 10 به توان دو یا 100. حالا بچه اگه صحبت از نسبت دیا می کرد، باید نسبت آی دو با آی یک میذاشیم دی یک به دی دو به توان دو، نسبت دی رو هم به دست می آوردیم که اینجا دی رو نمیخواد. خود شدت صوت ها رو از من خواسته، نسبتشون میشه 100. اما بچه ها سوال 18 گفته، من سوال 17 گفته در پدیده فوتوالکتریک، در پدیده فوتوالکتریک گفته بسامد نور فرودی فرکانس رو داده به هم. خوب نگاه کنید، 3 ضرب در 10 به توان 15 انرژی هر فوتون چقدره؟ بیایید بچه من یادآوری بکنم اینجا رو، کلا بچه انرژی فوتون و فوتوالکتریک و اینا رو یادآوری میکنم ببینید چی میشه. ببینید اگه یادتون باشه بچه ها، نه وقتی پرتوهای نور به ما میتابن یک سری فوتونن که انرژی هر فوتون، انرژی یک فوتون، یه دونه فوتون انرژیش میشه HF که همون HC به روی لاندا هم هست. H ثابت پلانک بچه ها، H ثابت پلانک، F فرکانسه که به جای فرکانس V به روی لاندا یا C به روی لاندا میتونید بذارید. از اینجا میگیم انرژی پرتوهای نوری که ما دریافت میکنیم هست NHF یا E هست NHC به روی لاندا. این هم تعداد فوتونه. اما بچه ها تبدیل واحد بچه ها الکترون ولت به ژول هم که حتما بلدید دیگه، برای تبدیل ژول به الکترون ولت باید تقسیم بر 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 کنید و برعکسش. این انرژی هر فوتونه، سوال انرژی هر فوتون که الان سوالمون هم با این حل میشه. اما فوتوالکتریک چیه؟ میگه بچه ها شما وقتی به سطح یک فلز نور بتابونید، فوتوالکتریک رو بهتون بگم بچه ها، نور بتابونید از سطحش الکترون جدا میشه. خب از سطحش الکترون جدا میشه، الکترون میاد بیرون، به این پدیده میگم فوتوالکتریک. دو تا چیز مهم داره. اگر فرکانس شما از یه حدی کمتر باشه، مثلا نورتون نور مرئی باشه، قرمز باشه، فوتوالکتریک رخ نمیده. اما فرکانس از یه حدی بیشتر باشه، فوتوالکتریک رخ میده. بچه‌ها فیزیک کلاسیک نمیتونست اینو توجیه کنه. خوب گوش کن به جمله‌م، فیزیک کلاسیک نمیتونست توجیه کنه، کوانتومی توجیه کرد. چون گفت انرژی هر فوتون فقط به چی ربط داره؟ فرکانس. بچه‌ها افزایش، دو تا سوال ازتون میپرسه، میگه ما شدت نور رو افزایش بدیم در فوتوالکتریک، در فوتوالکتریک افزایش شدت نور چه اتفاقی رو ایجاد میکنه؟ یه دو حالت داره. حالت یک، اگر فرکانس کمتر از فرکانس آستانه باشه،
میگیم فوتو الکتریک رخ نمیدهد. یعنی بچه شما خودتونم بکشید تعداد لامپاتون رو زیاد کنید، اگه فرکانس کمتر از فرکانس آستانه باشه فوتو الکتریک رخ نمیده. اما حالت دوم، اگه فرکانس بیشتر از فرکانس آستانه باشه که فوتو الکتریک در حال رخ دادن، شدت رو زیاد کنیم تعداد فوتو الکترون ها افزایش میابد. این تو ذهنتون باشه بچه ها. پس ما دو حالت داریم توی فوتو الکتریک. وقتی گفت فرکانس رو زیاد میکنیم چند حالت داریم؟ دو حالت. اگه فرکانسمون کمتر از فرکانس آستانه بود فوتو الکتریک باز رخ نمیده، بیشتر بود اما بچه ها تعداد فوتو الکترون هامون چی میشه؟ زیاد میشه. اینم از این. اما سوالو نگاه کن، اینو داده گفته انرژی هر فوتون چقدر. حالا در پدیده فوتو الکتریک خیلی به فوتو الکتریک ربط نداره، فرکانس رو داده گفته انرژی هر فوتون. بچه انرژی هر فوتون یعنی چی؟ یعنی تو فرمول به جای انتون چند بذارید؟ یک دیگه. چقدره؟ خب این فرمولش چیه بچه ها؟ ای هست NHF یا NHC لاندو. پس در نتیجه ای میشه H همون 4 و 14 ضرب در 10 به توان منفی 15 ضرب در 3 ضرب در 10 به توان 15. دیگه حساب کنید دیگه، چون اینم الکترون ولت ثانیه است، خود به خود انرژی بر حسب الکترون ولت به دست میاد. اما 18 منظور از وارونگی جمعیت چیه؟ بچه وارونگی جمعیت ماره لیزره، رفته تو قسمت های برای امتحان شما تو قسمت های اختیاری. حالا من یه توضیحی میدم منظور از وارونگی جمعیت چیه تو لیزر. ببینید به طور کلی تعداد الکترون ها در تراز پایدار بیشتر از تراز شبه پایداره، اما ما باید برای لیزر برعکس تراز شبه پایدار الکترون هامون رو بیشتر کنیم. بالا بردن الکترون های تراز شبه پایدار نسبت به تراز پایدار رو در اصطلاح بگیم وارونگی جمعیت، چون ما جمعیت رو وارونه کردیم دیگه. واقعیت اینه که تو شبه پایدار تعداد الکترون ها کمتر از پایداره، ما وقتی این کار رو برعکسش میکنیم بهش میگیم وارونگی جمعیت. به گفته بلندترین طول موج رشته بالمر اتم هیدروژن چقدره؟ بچه شما میدونید دیگه، در سقوط از بالا به پایین اگه مقصد لایه اول باشه رشته چی داریم؟ لیمانه. مقصد لایه دوم باشه بالمره. یه توضیح بدم بچه ها، این رابطه ریدبرگ هم درس بدم بهتون که خود انشالله به همه مطالب اشاره کرده باشیم. حالا خوب دقت کنید، میگه اگر الکترونی از لایه های بالا به لایه پایین سقوط کنه، نگاه کنید، اگر الکترون از لایه بالا سقوط کنه به لایه پایین، یک بروی لاندای که تابش میکنه میشه ریدبرگ اتم هیدروژن در یک بروی ان پرین دو منهای یک بروی ان دو. اینا تو بلدید. اما یه سری رشته داریم، رشته لیمان، رشته بالمر، رشته پاشن، رشته براکت و رشته پفوند. بچه اگه مقصد لایه اول باشه انپریممون یک باشه رشتمون لیمانه، مقصد لایه دوم باشه بالمره، مقصد لایه سوم باشه پاشنه، مقصد لایه چهارم باشه براکته، مقصد لایه پنجم باشه پفونده. اما بچه رشته لیمان بیشترین انرژی و کمترین فرکانس رو داره. کلن رشته لیمان در ناحیه چیه؟ فرا بنفشه. یادتون باشه بچه بالمر فرا بنفش و مرئیه، که مرئیاتونم بچه ها سقوط های رشته بال مرئی 4 تان، سقوط 3 به 2، 4 به 2، 5 به 2 و 6 به 2. از 7 به 2 دوباره میره تو ناحیه چی بچه ها؟ فرا بنفش، پاشن، براکت، پفوندم که کلن تو ناحیه چی قرار دارن؟ فروسر. خواستتون به این قضیه باشه. اما بچه ها هر وقت صحبت از بلندترین یا کوتاه‌ترین طول موج شد، هر وقت گفت لاندای ماکسیموم یعنی انرژی مینیموم، یعنی کمترین جابجایی لایه‌ای. مثلا رشته بالمر که میاد به لایه 2 کمترین انرژیش که از 3 بیاد به 2. اما اگه بهت گفت لاندای مینیموم یعنی کوتاه‌ترین طول موج، یا برعکس یعنی انرژی ماکسیموم بیشترین جابجایی لایه‌ای، مثلا بالمر که قراره بیاد به 2 از بی‌نهایت بیاد به 2 میشه بیشترین جابجایی لایه ایش. این هم نکاتی که راجع به اینا باید بدونید. نکته مهمی هم که بچه باید بدونید اینه، حالا اگه الکترون فوتونی جذب بکنه از لایه های پایین به لایه بالا میره، فقط بچه جهت فلش عوض میشه، وگرنه فرمول عوض نمیشه.
اینم از این. اما میخوایم با هم سوال رو حل کنیم. بیاییم سوال رو بیاریم بچه ها. گفته بلندترین طول موج، زیرش خط میکشم، بلندترین طول موج یعنی لاندای ماکس، یعنی کمترین انرژی، یعنی کمترین جا به جای لایی. رشته بالمر یعنی مغسل لایه دوم چند نانومتره؟ خب بچه ها میام اینجا میگم نگاه کنید، حلش کنم. رشتم بالمره، یعنی مقصد لایه دومه. از یه جایی میخوام بیام به دو، بلندترین طول موج کمترین جا به جای لایه ای باشه. خب سه به دو انتخاب میکنم دیگه. بلندترین طول موج یعنی کمترین جا به جای لایه، از نزدیکترین لایه میام به دو، سه به دو میشه. چقدره؟ فرمولش رو مینویسم. یک به روی لاندا میشود آر اچ در یک به روی ان پریم دو منهای یک به روی ان دو میشه یک صدم، یک به روی لاندا میشه یک صدم در یک چهارم منهای یک نهم. که بچه یک چهارم نهم میشه چی؟ بچه پنج سی و ششم. که از اینجا یک به روی لاندا میشه یک به روی 720، لاندا به دست میاد 720 نانومتر. 720 نانومتر. اینم بلندترین طول موج مرئی رشته بالمر. اما بچه ها دو مدل از ناتوانی های مدل رادرفورد رو بنویسید. بچه ناتوانی های رادرفورد خیلی مهمه. گوش کنید. رادرفورد دوتا مشکل داشت. یک، میگو الکترون دور هسته میچرخه. خب دوتا مشکل داشت. اولا بچه ها الکترون وقتی میچرخه هی بیاد نزدیک میشه سقوط میکنه، بالاخره میچسبه به هسته دیگه. یک، بچه ها پایداری اتم رو نمیتونست توجیه کنه. پایداری اتم را نمیتوانست توجیه کند. دو، گسسته بودن طیف رو نمیتونست توجیه کنه. پس بچه اگه بهتون گفت دو تا مشکل اساسی در نظری رادرفورد چیه؟ یکی پایداری رو نمیتونست توجیه کنه، دو گسسته بودن. بچه سوال 19 رو اما نگاه کنید. گفته عنصر X، نگاه کنید این پایین براتون مینویسم چون آنسونه. بعدی رو نگاه کنید بچه ها، اینجا جا داریم، اینجا مینویسم 19 رو. این هم بچه ها جفته توی قسمت های حذفی دیگه، تو قسمت های اختیاری حالا من حل میکنم، توی کنکورتون هم حذف شده. عنصر X 176 71. گفته یه آلفازایی میکنه هسته مادر، واپاشی میشه، یه آلفای 4.2 تبدیل میشه به هسته دختر وای مثلا آ و زد. گفته معادله واپاشی رو بنویسید. خب بچه ها 4 به اضافه آ باید بشه 176، پس هسته دختر آش میشه 172، زدش هم 72 به اضافه زد باید بشه 71، زدش هم میشه 69. پس بچه ها هسته دختر 172 و 69 میشه. هسته دختر رو با نماد آزد نشون دادیم که آش میشه 172، زد میشه 69. میگه بعد از گذشته، اما سوال 20 رو نگاه کنید، بازی سوالیه که بچه رفته تو قسمت های حذویات کنکورتون. متاسفانه تو فیزیک هرچی آسون بود شد حذف و اختیاری، قسمت های پیچیده موند اوایلش، اینا که بچه ها امتیاز بیار بود و خیلی راحت میتونستید حل کنید، رفته توی قسمت های حذویه. میگه بعد از گذشته 18 روز تعداد هسته های یک ماده پرتوزا به یک هشتم رسیده. نیمه عمر چقدره؟ خب اگه تا حساب بود n0، اولی نیمه عمر میشه n0، دوم نیمه عمر بعدی میشه n0، چهارم نیمه عمر بعدی میشه n0، چندم بچا n0 هشتم. یعنی چند تا نیمه عمر از عمر این گذشته؟ n چند؟ 3. 3 تا نیمه عمر گذشته. میدونید که بچا n تعداد نیمه عمر میشه زمان تقسیم بر زمان یک نیمه عمر. تعداد نیمه عمرمون چند تاست؟ 3 تاست. چند روز گذشته؟ 18. پس زمان هر روزمون نیمه عمرمون میشه 6 روز دیگه. بچه ها 3 تا نیمه عمرمون 18 روزه، هر نیمه عمر چند روزه؟ 6 روزه. این شد بچه ها بررسی دقیق و تحلیلی آزمون خارج از کشور خرداد 99. امیدوارم که بچه ها با دیدن این فیلم درس تا حد زیادی براتون دوره شده باشه. خب بچه ها با حل آزمون خارج از کشور امتحان نهایی خرداد 99 در خدمتون هستیم. فقط بچه ها اگر دارید این فیلم ها رو میخواید نگاه کنید، یعنی رشته ریاضی رو میخواید نگاه کنید برای اینکه درس بهتر براتون دوره بشه، حتما اول سوال های تجربی رو ببینید، چون ما اونجا یک سری درسنامه هایی رو در خلال حل سوال مطرح کردیم که
توی قسمت ریاضی دیگه اون چون درسنامه ها رو قبلا گفتیم اینجا دیگه تکرارش نمی‌کنیم. لطفاً اگه می‌خواید این فیلمو نگاه کنید قبلا اون فیلمو دیده باشید که درس دوره شده باشه واسهتون. بیاید با هم دیگه سوالای آزمون ریاضی رو با هم حل کنیم ببینیم چی گفته. خب نگاه کنید بچا گفته در جمله‌های زیر عبارت درست رو انتخاب کنید. مسافت طی شده در یک‌های زمان را چی میگن؟ تندی متوسط. اولا بچا نگاه کنید مسافت طی شده در واحد زمان رو بهش میگن تندی متوسط، جا به جایی در واحد زمان رو میگن سرعت متوسط. نگاه کنید بچه ها وی اوریج، من یه ذره تختتون رو اصلاح کنم، سرعت متوسط، خوب گوش کنید، سرعت متوسط وی اوریج کمیت برداریه، میشه جا به جایی دلتای ایکس به زمان دلتا تی. S average تندی متوسط میشه مسافت طی شده به زمان. این کمیت بچه ها کمیتی است برداری، این کمیت کمیتی است نرده ای. حواستون رو جمع کنید بچه ها، همیشه مسافت طی شده بزرگتر مساوی دلتا ایکس از لحاظ اندازه. پس S average تندی متوسط هم بزرگتر مساوی با وی اوریج، یعنی سرعت متوسط از لحاظ اندازه. بچه چه زمانی مسافت طی شده و جابجایی با هم برابر میشن که در نتیجه وی اوریج و تندی متوسط با هم برابر میشن؟ دو شرط داشته باشیم. یک، حرکت روی خط چی باشه؟ راست. دو، حرکت بدون تغییر جهت باشه. پس بچه شرط این که ما متحرکمون مسافت طی شده و جابجاییش با هم هم اندازه باشه اینه که اولا باید رو خط صاف حرکت کنه، منحنی نباید باشه حرکتش، دو، تغییر جهت هم نباید بده. اردلان من یخ کردم، بعد این تو کات حذف میکنی بس باشه ولش کنی بچه بدونن من اینجا با چه سختی دارم فیلم ضبط میکنم. خب به چی گفته؟ حرکت متحرکی رو به قبل و تند شونده است. حالا تو اون قسمت گفتیم بچه حرکت تند شونده یعنی سرعت و شتاب همجهتن. میگه شتابش کدوم سمته؟ بچه حرکت وقتی رو به غربه یعنی وی رو به غربه دیگه، چون تند شونده است شتابم هم باید همجهت باشه، اونم باید به سمت چی باشه؟ غرب. معادله که مکان جسم رو در هر لحظه مشخص میکند، معادله چی میگن بهش؟ مکان زمان. که خیلی ساده است. در حرکت سقوط آزاد هم گفته شتاب برابر با شتاب گرانش یعنی جیه، شتاب صفر نیست. اما دور نگاه کنید بچه‌ها، گفته یک خودرو میتواند در حرکت با شتاب 50 متر بر مجذور ثانیه حرکت کند. بچه من امیدوارم که من اینو اشتباه دیده باشم، این سوالی که سازمان سنجش گذاشته روزه بچه‌ام، یعنی شاتل فضایی همین شتابو نداره، یعنی موشک وقتی شلیک کنن هم شتابش 50 نیست. ما فرض میکنیم اشتباه تایپی بوده، منظورش 5. بچه ها من مطمئنم یه آدم صحیح سالم، کسی که عقل داشته باشه، شتاب ماشین رو هیچ وقت نمیده 50. 5 هم خیلی زیاده، 5 هم واسه ماشین متر بر منظور ثانیه خیلی شتاب بالاییه. ما فرض میکنیم 5 بوده. بچه میگه چه مدت طول میکشد تندی آن از صفر به چند برسه؟ 108 کیلومتر بر ساعت. که بچه همه هتون دیگه تبدیل واحد اینو بلدید دیگه، کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه تقسیم بر 36 میشه 30 متر بر ثانیه. خب فرمول شتاب آ هست دلتای وی به دلتا تی، در نتیجه 5 میشه دلتا ویمون چنده؟ از صفر تا 30 میشه 30 به روی دلتای تی، که از اینجا به راحتی دلتای تی میشه چند ثانیه؟ 6 ثانیه. ب، در این مدت خودرو چه مسافتی را طی می‌کند؟ حالا بچه‌ها شما میتونید از هر رابطه استفاده کنید، ولی مثلا اگه این دلتا تی رو نخواهید به دست بیارید و حل کنید، خب چی میگید؟ من اینو پاکش کنم بچه‌ها یه ذره خلوت شه. مثلا الف رو حل نکردید ولی ب رو می‌خواید حل کنید. خودروی شما V1تون اول چنده؟ صفره. V2تون چنده؟ 30. شتابتون هم چنده؟ 5. میگه دلتا ایکس رو واسه به دست بیارید، چه مسافتی طی میکنه؟ ببینید سرعت اولش رو دارید، سرعت آخرش رو دارید، شتاب رو دارید، جا به جای رو میخواید. چی رو نداده نخواسته؟ زمان. مستقل از زمان میزنید، میگید وی دو به توان دو منهای وی یک به توان دو میشه دو آ دلتا ایکس. وی یک همون که چند؟ صفره. پس وی دو به توان دو 900 میشه دو ضرب در 5 ضرب در دلتا ایکس، که از اینجا دلتا ایکس میشه 90 متر. چه مسافتی رو طی میکنه؟ 90 متر.
حالا بعضی وقت بچه ها میگن آه میشه از اون تی که به دست آوردیم شد 6 بذاریم تو فرمول دلتا ایکس میشه 1/2 آت 2 مثلا به اضافه وی صفر دی، خب به همین جواب میرسید، هیچ فرقی نمیکنه، در نهایت جواب شما میشه 90. مثال 3 رو نگاه کنید، نمودار سرعت زمان رو داده. بچه نمودار سرعت زمان رو داده، قبل از اینکه دوباره بخوام برم سراغش، با اینکه توی بچه های سوال تجربه گفتم وی تی رو حواستون باشه، شیبش میشه شتاب، شیب شتابه، سطح زیرش میشه جا به جایی. خب بیاید جمعین چی گفته؟ نمودار وی تی رو داده، گفته شتاب متوسط در بازه 0 تا 4 چقدره؟ بچه ها میدونید که شیب نمودار ویتی میشه شتاب. حالا اگه مماس باشه شتاب لحظه، یه واصل دو نقطه باشه متوسطه. برای الف نگاه کنی، ببینید بچه ها تو لحظه صفر، تو لحظه صفر نمودارمون اینجاست. خوب نگاش کنید بچه ها، تو لحظه صفر اینجاست، تو لحظه 4 نمودار اینجاست. این دوتا رو به هم وصل میکنیم، شیب خط واصل چنده بچه ها؟ الان خط افقی صفره، پس شتاب متوسط آی اوریجتون چند میشه؟ 0. چقدر میشه؟ 0 میشه. این از این. پس شتاب متوسط از T1 0 تا T2 4 چند میشه؟ 0 میشه. حتی اگه تو فرمول دلتا وی به دلتا تی هم میذاشتید، وی 1 و وی 2 با هم برابر بود، دلتا وی 0 میشد. هر جور بخواید به 0 میرسید. اما قسمت B چی گفته؟ B مسافت طی شده در بازه زمانی از 7 تا 4. بچه ببینید از 7 تا 4 مساحت این سطح زیر نمودار ویتیتون، ببینید سطح زیر نمودار ویتیتون میشه مسافت طی شده یا جابجایی از 7 تا 4. چون بچه کل نمودار بالای محوره، اینو دقت کنید، چون کل نمودار بالای محوره یعنی متحرک همه جابجاییش مثبته، مسافت طی شده و جابجایی با هم فرق نداره. اما قبلا شما میدونید بچا اگه یه قسمتش اینجوری بود، این پایین بود، یه قسمتش این بالا بود، این پایین مسافتش منفی بود، بالا مثبت بود، تو جابجایی منفی و مثبته با هم جمع میشدن، از هم کم میشدن یه جورایی، ولی برای مسافت باید قدر مطلقاشو با هم جمع میکردیم. ولی بچا چون از 4 تا 7 متحرک شما تغییر جهت نداده، جابجایی و مسافت طی شدهش فرقی نمیکنه، که بچا ال مسافت طی شدهش، ال یا مسافت طی شده میشه چی؟ قاعده بزرگ زوزنقه. بچه ببینید قاعده بزرگ اینجا تا اینجا چنده؟ 8. قاعده کوچکش چنده؟ 2. میشه 8 به اضافه 2 ضرب در ارتفاع، که از اینجا تا اینجا 4 تا 7 ارتفاع چنده؟ 3 تقسیم بر 2 میشه چند متر؟ 15 متر. پس بچه قاعده بزرگ به اضافه قاعده کوچک ضرب در ارتفاع که 3 تقسیم بر 2 میشه مسافت طی شده. اما پ میگه در بازه زمانی از 0 تا 3، که بچه‌ها من با رنگ آبی رو نمودار نشون میدم براتون، از 0 تا 3 شتاب چجوری حرکت تغییر میکنه؟ شتاب یعنی شیب خط. ببینید بچه‌ها این نمودار اگه بره به سمت قائم تر شدن شیبش زیاد میشه، اگه بره به سمت افقی شدن شیبش داره کم میشه. شما بگید من چا از 0 تا 3 نیاکنی آبیا رو ببینید، از 0 تا 3 شیب داره کم میشه زیاد میشه؟ بله، شتاب شیب چون داره کم میشه، شتاب در حال چیه بچه ها؟ کاهشه، شتابش کم میشه. و در نهایت گفته بچه ها از 3 تا 4 علامت شتاب مثبت هست یا منفی؟ بچه ها علامت شتاب یعنی شیب باز دیگه. میدونید بچه ها یه خط کلن سربالایی باشه شیبش مثبت، سرسره باشه شیبش منفیه. از 3 تا 4 رو نگاه کنید با قرمز دوباره نشون میدم اینجا، با آبی شد ببخشید، حالا با هم با رنگ بکنم. نیا کنید از 3 تا 4 رو میبینید نمودارتون سرسره، از شیبش منفیه، علامت شتاب پس چی میشه؟ منفی میشه. بریم سراغ مثال بعدی، یعنی مثال چند؟ 4. گفته جای خالی رو پر کنید، نیروی خالص وارد بر آب به جسم به آن شتابی میدهد که با جسم رابطه چی نسبت چی داره بچه ها؟ وارون یا عکس دارد دیگه. همتون میدونید قانون دوم میگفت آ شتاب میشه اف نت به روی چی؟ ام. قانون دوم آ با اف نت رابطهش مستقیم بود، با جم رابطه چی داشت؟ عکس داشت. ب نیروی کمیت برداریست یکاش در اس آی چیه بچه ها؟ نیوتونه دیگه. کنم اینو کسی نباشه بلد نباشه. آهنگ تغییرات تکانه نسبت به زمان با چی برابره؟ نیروی متوسط برابر است. بیا بشه من
هی یادآوری بکنم تکانه رو بچه‌ها. حالا من چون تکانه رو توی آزمون تجربی ها نگفتم، اینجا یادآوری بکنم، اینجا سوال نداشت ازش. گوش کنید. تکانه پی مساوی است با ام در وی، که از اینجا تغییرات تکانه دلتای پی میشود ام در دلتای وی. یه رابطه داریم بچه‌ها که بسیار رابطه مهمیه، کتابتون گفته اینو اثبات کنید، رابطه بین اندازه تکانه و انرژی جنبشی. اثباتش جزوه هست، اثبات بسیار ساده ای هم داره، براتون قبلا انجام دادم. K میشه پی دو به روی دو ام. بارها تو کنکور و امتحان نهایی از این رابطه سوال اومده که میگه انرژی جنبشی با مجذور تکانه رابطهش مستقیمه. یادتون باشه با ام رابطه چی داره؟ عکس داره طبق این رابطه. اما متوسط شتاب میشه دلتا وی به دلتا تی. اف متوسط، اف اوریج میشه ام دلتا وی به دلتا تی، یادتون باشه. یا اف اوریج میشه دلتا پی به دلتا تی. پس این رابطه های نیروی متوسط رو حتما حواستون باشه. اف متوسط میشد ام دلتا وی به دلتا تی، این هم میشه دلتا وی به دلتا تی. به کل دلتا پی به دلتا تی میگن چی؟ آهنگ تغییر تکانه یا تغییرات تکانه در واحد زمان. کلا دلتای هر چیزی به دلتا تی میشد آهنگ تغییراتش دیگه. پس نیروی متوسط میشه آهنگ تغییرات تکانه. یه دلتاوی خیلی مهم من بهتون یاد بدم بچه ها، اگه یه توپی چیزی خورد به دیوار با سرعت V1 برگشت با V2، اگه یکی از نورا مثبت بگه یکی منفی، دلتاوی رو حساب کنید به طور کلی اندازه دلتاوی برابر با جمع اندازه تندیاشون میشه. اینو خیلی دقت کنید بچه ها، خیلی خیلی مهمه در دلتاوی. اینکه سرعت شما از 10 برسه به 0 دلتاویتون منفی 10، ولی بچه ها وقتی با 10 خورده با 5 برگشته دلتاوی اندازش 15 ها 5 نیست. یه توپی با 10 میخوره به دیوار با 8 برمیگرده، دلتا ویش اندازش 18 ها 2 نیست. حواستون رو جمع کنید. اما اینم خلاصه از تکانه بود دیگه. میگه آهنگ تغییرات تکانه میشه نیروی چی؟ متوسط. میگه در چرخش الکترون به دور هسته، بچه این سوال مخصوص رشته ریاضی، حواستون رو جمع کنید، بچه تجربی این سوال ندارن. نیروی جای خالی مرکز دارد، نیروی چی بچه ها؟ الکتریکی. نیروی الکتریکی، نیروی الکترون به وارد میکنید الکتریکی میشه. به حاصل ضرب جرم جسم در جای خالی تکانه میگن، در سرعت میگن تکانه. نیروی گرانشی بین دو جسم با جای خالی، فاصله دو جسم نسبت وارون دارد. میدونید اف گرانشی میشه جی ام یک ام دو به روی آر به توان دو. راجع بشه تا به گرانش حس رو مفصل با هم صحبت کردیم. سامر محصر بر ثابت فنر رو نام ببرید. بچه جنس فنر، فاصله بین حلقه ها، طول فنره، اینا چیزای مهمی نیست، خودتون میخونید. میگه جرم سیاره‌ای 16 برابر سیاره زمینه و شعاع آن 8 برابر زمینه. خب شتاب رو زمین 10 باشه، تو سطح این سیاره چقدره؟ بچه من یادآوری بکنم اینو، البته تمام روابط جیو اینا رو توی سوالای تجربی که حل کردم کامل گفتم ها. حالا اینجا سریع فقط سوال رو حل میکنیم. چی گفته بچه ها؟ خوب دقت کنید راجب جی گرانش. گفته جرم سیاره 16 برابر زمینه، ام جرم یک سیاره ام پلنتی 16 برابر جرم زمینه، شعاع اون سیاره گفته 8 برابر شعاع زمینه. گفته اگه جی رو سطح زمین، جی رو سطح زمین باشه 10، جی تون پلنت چیه؟ یادتونه من چرا گفتم اگر جی رو داد تو زمین و با یه سیاره دیگه خواست، باید ببینید نسبت جرم داده یا نسبت چگالی. توی فرمول جی، جی میشه چی؟ جی ام ارث به روی آر به توان دو. پس جی اون سیاره به جی زمین میشه جرم اون سیاره به جرم زمین، جرم اون سیاره به جرم زمین ضرب در آر زمین به آر اون سیاره به توان دو. که اگه حساب بکنید بچه‌ها، ام اون سیاره به ام زمین که شده چند؟ 16. آر اون سیاره به آر زمین میشه 1/8 به توان دو، میشه 1/64. پس 16 به روی 64 اگه شما ساده کنید میشه 1/4. پس جی اون سیاره به جی زمین که 10 شده 1/4. پس جی گرانش تو سطح اون سیاره میشه 10/4 که میشه 2.5 متر بر مجذور ثانیه. خب اینم از این سوال.
بچه‌ها میگه مهره‌ای به جرم 100 گرم روی یک صفحه گردان، این باز مخصوص رشته ریاضی بچه‌ها، این مخصوص رشته ریاضی بچه‌های تجربی ندارنش. مهره‌ای به جرم 100 گرم توی صفحه گردان در هر ثانیه 5 دور میچرخه. بچه در هر ثانیه 5 دور میچرخه، تی که میشد تی انوم، تی میشه چقدر واسهش؟ 1/5. در هر ثانیه 5 دور میچرخه، پس زمان هر چرخشش تی میشه چقدر؟ 1/5. فاصله مهره از مرکز صفحه آر گردش باشه 20 سانتی متر، تندی آن رو حساب کنید. خب بچه تندی حرکت وی میشه آر در اومگا، این همه تون میدونید دیگه، وی میشه آر در اومگا یا آر در دو پی تیوم، خود اومگا هست دو پی به روی تی که میشه 10 پی، پس وی میشه آرمون 20 سانتی متر یعنی 2/10 ضرب در اومگا 10 پی، 10 ضرب در پی رو هم میذاریم 3، میشه 6 متر بر ثانیه. یه یادآوری بچه تو حرکت دایره‌ای بکنم، یک یادآوری تو حرکت‌های دایره‌ای بکنم. در چرخش بچه های مخصوصش ریاضیه، گوش کنید، وقتی یه جسم داره میچرخه، وقتی یک جسم داره میچرخه، رابطه بین وی آر و اومگا اینه، میگه تندی چرخشش وی میشه آر اومگا. در حرکت های دایره ای، در حرکت های دایره ای بچه ها، حتی اگه یک نواخت هم باشه حرکت شتاب دار است. میدونید که بچه ها حرکت، ببینید این داره رو دایره میچرخه، سرعت همواره مماسه بر مسیر حرکت، نیرو و شتاب به سمت مرکزن، به خاطر این بهشون میگن شتاب و نیروی مرکزگرا. رابطه شتاب اینه، آ مساوی است با وی در اومگا، آ مساوی با آر اومگا دو، یا آ مساوی است با وی دو آروم. یه ام تو ضرب بکنید رابطه اف به دست میاد، اف مساوی است با ام وی در اومگا، اف مساوی است با ام آر اومگا دو، و اف مساوی است با در نهایت ام وی دو آروم. که بچه معمولا ما از این دوتا رابطه بالایی ها سعی میکنیم استفاده نکنیم، با ام آر اومگا دو میریم یا ام وی دو آروم، و حواسمون هم هست که خود اومگا هست دو پی تیوم یا دو پی اف. خب گفته درستی یا نادرستی جملاتی رو بگید. میگه در نوسان وزن و فرق دوره نوسان با دامنه رابطه وارون دارد. بچه در نوسان فنر تی میشد دو پی رادیکال ام کام، اومگا رادیکال کام بود، تیش دو پی رادیکال ام کام. تو آونگم اومگا رادیکال جی ال ام، تی دو پی رادیکال ال جی ام، تو جفتشون هم دامنه و دوره هیچ ربطی به هم ندارن، پس این غلطه. تندی موج طولی در محیط جامد بیشتر از محیط چیه؟ گازیه. درسته بچه، کلن موجهای طولی که امواج مکانیکی هن در محیطهای جامد سرعتشون بیشتر از محیطهای گازیه، مثل صوت، مثل صوت، صوت در جامدات سرعتش بیشتر از مایعات، در مایعات بیشتر از گاز هاست. بچه تو سطح آب هم تو تشت موج یه چیزی یادآوری بکنم بچه ها، یادتون باشه در سطح آب، اینو اجازه بدیم بچه ها، در سطح آب هم تندی آب در نقاطی که عمقش کمتره کمتر میشه، این هر چقدر تو آب‌های کم عمق، عمق کمتر بشه تندی کمتر هم میشه، به خاطر این طول موج کم میشه. پ در موج‌های طولی راستای نوسان عمود بر راستای انتشار، نه غیر، موازیه. بچه ها در موج‌های طولی عمود نیست، موازیه. تو موج‌های عرضی، ببین تو موج‌های عرضی راستای ارتعاش و انتشار با هم عمودن، در موجهای طولی راستای ارتعاش و انتشار با هم موازیان. تعیین کنید بچه ها کدوم به آد. خب میگه نحوه انتشار امواج الکترومغناطیسی. بچه ها نحوه انتشار امواج الکترومغناطیسی به سی برمیگرده. کلن امواج انتشار امواج الکترومغناطیسی از دسته امواج عرضی هن. امواج مکانیکی هن که هم طولی دارن هم عرضی. امواج الکترومغناطیسی چیزی به نام موج طولی اصلا ندارن. کوتاه‌ترین طول موج امواج الکترومغناطیسی بچه‌ها پرتوی چیه؟ گاما است. اول بچه‌ها به نسبت بلندترین طول موج و کمترین فرکانس ما امواج رادیویی، بعد میشه میکروموج‌ها، میاد توی فروسرخ، مرئی، فرابنفش، ایکس، گاما، که بیشترین فرکانس و کمترین طول موج ما رو چیه؟ گاما است. از امواج لرزه‌ای هم بچه‌ها امواج اسوپی داریم دیگه، امواج لرزه‌ای اسوپی ان، امواجی هم که بچه ها بعضیشون سریع تر میرسن بعضیشون دیر تر میرسن، امواج اسوپی میگن، امواج چی؟ لرزی. خب اما بریم سراغ سوال بعدی. معادله مکان زمان رو داده،
ایکس رو داده، دو زم در ضرب توان منفی دو، گوش کن که این است کوسینوس 100 پی تی، این هم چیه؟ اومگاست. بیشینه تندی رو میخواد که بچه بیشینه تندی وی مارکس میدونید میشه آ در اومگا، میشه دو ضرب در 10 به توان منفی دو ضرب در 100 پی، پس وی ماکسیموم به دست میاد 2 پی. در چه لحظه نوسانگر برای اولین بار در مبدا مکان قرار میگیرد؟ بچه نگاه کنید، اینجا مثبت است، ببخشید اینجا منفی است، اینجا مثبت است، اینجا صفره. برای اولین بار از آ بیاد به صفر. بچه از آ تا صفر رو تو چه زمانی میره؟ تی چهارم. یا بهتره بگید بچه تتاش اینجا تو مرکز نوسان، ایکس مگه صفر نیست؟ اینجا تتاتون صفره، اینجا تتا پی دومه. باید بگید تتا یعنی 100 پی تی باید مساوی بشه با پی دوم، از اینجا تی به دست میاد 1/200. البته میتونستید اینجوری بگید چون اومگا 100 پی شده، از اینجا بگید دوره تی میشه 1/50. پس از آتا صفر هم چون تی چهارم طول میکشه، برای اولین بار پی دومه، تی چهارم طول میکشه، بچه میشه 1/50 تقسیم بر 4 میشه 1/200. اینم از این سال. اما بریم سراغ مثال بعدی. نیروی کشش تنابی 16 نیوتنه. خوب نگاه کنید بچه ها، F داده 16 نیوتن، چگالی خطیش بچه ها، چگالی خطی یعنی مو، یعنی M الومشو مو رو داده، چقدر؟ مو 4 ضرب در 10 به توان منفی 2. میگه تندی انتشار رو حساب کنید، تندی انتشار را حساب کنید. گوش کن ببینید بچه ها، تندی انتشار رو چیکار باید بکنیم؟ V مساوی است با رادیکال F به روی مو، یا رادیکال F الومون. اگه چگالی تو اصلی یعنی چگالی کلیش رو داده بود، رادیکال F به روی رو آ یا دو دیوم رادیکال F به روی رو پی باید استفاده میکردیم. اینجا F مون میشه رادیکال 16 به روی 4 ضرب در 10 به توان منفی 2 میشه رادیکال 400، میشه 20 متر بر ثانیه. میگه بچه ها یک راهکار برای کاهش طول موج در تناب بنویسید. بیا اینجا لاندا فرمولش اینه، لاندا میشه وی به روی چی؟ فرکانس. یا باید بچه ها وی رو کم کنیم یا باید فرکانس دیاپازون رو زیاد کنیم. یه راهکار اینه که فرکانس دیاپازون رو زیاد کنیم، یه راهکار اینه که وی رو کم کنیم. حالا وی رو چجوری کم میکنیم؟ وی خودش هست رادیکال اف الموم، نرید بچه ها، بگید رادیکال اف به روی رو آ، این رابطه بهتره. بگید برای اینکه وی کم شه حالا باید چی کار کنیم؟ یا کششمون کم شه، یا مساحت مقطع تار بیشتر شه، یا از تاری با چگالی بیشتر استفاده کنیم. پس بچه راهکارمون اینه یا فرکانس رو زیاد کنیم یا سرعت رو کم کنیم. حالا خود کم کردن سرعت چه راههایی داره؟ کشش کم شه، تاری با سطح مقطع بیشتر، یا چگالی بیشتر استفاده بشه. البته من همه راهکارا رو گفتم، نگی بوده یکیشو بگید. خانم یه باستاب گفته بنویسید، من چه زاویه تابش باستاب با هم برابره. میگه تغییر زمانی بین موج صوتی تابیدو و باستابان چقدر باشد تا گوش انسان بتونه تشخیص بده؟ بچه ها میدونید که باید برای اینکه پژواک و گوش انسان تشخیص بده اون تغییر زمانی حدود 1/10 ثانیه باشه. روشی که بر اساس امواج صوتی مکانش نامه چی بهش میگن؟ بچه ها مکانی بر اساس پژواک بهش میگن. خب 13 گفته چی؟ یک تپ مطابق شکل در یک تناب در حال انتشار از بخش نازکش میره به ضخیم. رفتار تپ رو بعد از رسیدن در پاسخنامه رسم کنید. ببینید بچه‌ها وقتی از بخش نازک میرسه به ضخیم، این شکل کتاب درسیتونه. ببینید بچه‌ها من براتون رفتارش رو تحلیل کنم. یه تپی از نازک رسیده به ضخیم، خب این یه قسمت که نازک، یه قسمتش بچه‌ها بازتاب میشه برمیگرده، یه قسمتش هم بچه‌ها از مرز رد میشه شکسته میشه میره تو محیط. پس قسمتی از امواج بچه ها، قسمتی از این امواج تو تناب بازتاب میشه، کله پا میشه و بر میگرده،
قسمتی هم بعد از شکست از محیط رد میشه. چون حالا انرژی موجم این وسط قسمتی رد شده قسمتی برگشته، دامنه ی هر دو موجی که رفته و برگشته از موج اولیه کمتر میشه، که حالا خیلی کتابتون به این گیر نداده، ما هم گیر نمیدیم. پس بچه قسمتی بعد از شکست وارد محیط میشه، قسمتی هم کله پا بازتاب میشه. میدونید که موج کله پا میشه برمیگرده دیگه. خب یک موج مکانیکی از هوا وارد آب میشود، بس آمد و طول موج آن چگونه تغییر میکنه؟ بچه از هوا منظور موج مکانیکی طولی، منظور موج مکانیکی طولی که از هوا میره تو آب منظورش چی میه بچه؟ صوت دیگه، صوت منظورش اینجا صوته. بس آمد چی میشه بچه؟ بس آمد ببینید امواج بس آمدشون فرکانسشون دورشون دامنشون به محیط ربطی نداره، فقط به منبع ربط داره. پس بس آمد آن چی میشه بچه؟ ثابت میماند. طول موج لاندا میشه وی به روی چی؟ اف. فرکانس ثابته، اما میدونید دور از هوا بره تو آب بچه بیشترین سرعت صوت اول تو جامداته، بعد مایعات، بعد گاز هاست. چون سرعتش توی مایع از گاز بیشتره سرعت زیاد میشه، در نتیجه طول موجش چی میشه؟ زیاد میشه. بچه ها میگه تار ویولونی، این مخصوص ریاضیه، باز بچه تجربه اگه نشستید اینو میخونید، من شما نیست. تار ویولونی طول آن 20 سانتی متر، دو انتهاش هم بسته است، انش هم یک، تندی انتشار هم 200، تندی انتشار صوت در هوا هم 140. بس آمد موج مکانیکی ایجاد شده در تنار شرده. بچه ها بس آمد در تار میدونید دیگه، فرکانس هست ان وی به روی چی؟ دو ال. در تارهای مرتعش F هست NV به روی 2L، لاندا هم که مازه L میشد N لاندا دوم، و فرکانس هم شد NV به روی 2L دیگه، همون فرید نوید میگفتیم. خب Nمون یک، V تار رو داده چند؟ 200 به روی 2 ضرب در 2/10، 2 ضرب در 2/10. از اینجا اگه حساب کنید بچه ها طولمون هم 2/10 متر دیگه، فرکانس میشه 500 هرتز. طول موج که حالا رفته تو هوا، لاندا در هوا میشه فرکانس به روی وی صوت در هوا دیگه، فرکانسمون 500 به روی چند؟ 340. گرفتی چی شد؟ این هم میشه طول موج امواجی که تو هوا رفته. ببین بچه طول موج موجی که توی تاره، باید لاندا وی اف رو بنویسیم، وی خود تار رو بنویسیم، ولی صوتی که رفته تو هوا، خب وی صوت تو هوا رو باید واسش بنویسیم. میگه بچه ها با توجه به اثر فوتوالکتریک به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید. خب میگه لامپی که در مقابل صفحه فلزی روشن میکنیم فوتوالکتریک رخ نمیداد، آیا با افزایش شدت گسیل میشوند؟ خیر. خیر علتش چیه بچه ها؟ گفتیم افزایش شدت تعداد فوتون ها رو زیاد میکنه، اما انرژی هر فوتون زیاد نمیشه، انرژی هر فوتون به فرکانس بستگی داره. تو قسمت مخصوص تجربی ها که مشترک بود گفتیم اگر فوتوالکتریک رخ نده فرکانس کمتر از فرکانس آستانه باشه، هر چقدر هم شدت رو زیاد کنیم فوتوالکتریک رخ نمیده، چون فرکانس یک، ببین چون انرژی هر فوتون زیاد نمیشه، به فرکانس وابسته است. به کدام دانشمند نظر فوتوئید توضیح کرد؟ نیوتن، انیشتین بود بچه ها. اگر انرژی فوتون در سطح فلز از جدا کردن بیشتر باشد چه اتفاقی میفته؟ اگر انرژی فوتونی که به یک الکترون در سطح فلز برخورد میکنه از کار لازم برای جدا کردن بیشتر باشه، فوتو الکترون از سطح فلز خارج میشه، فوتو الکترون از فلز خارج میشه. اما اگه انرژی فوتون کمتر از اون انرژی یا کاری باشه که لازم داره برای خروج، فوتو الکترون خارج نمیشه. در چه صورت شاهد تابش طیف پیوسته، در چه صورت شاهد طیف خطی هستیم؟ بچه‌ها طیف های یه توضیح میدم، حالا اینو بعدم میخواد خلاصه بنویسید خودتون میدونید، تو جزوهتون هم هست، حالا نوشتنش وقت میگیره. طیف ها دو دستن، طیف های تابشی یا نشری، یا پیوستن یا خطی. طیف های پیوسته چه زمانی به وجود میومد؟ زمانی که بچه‌ها ما یک جسم متراکم مثل جامد، مایع یا گاز تحت فشار زیاد رو داغ کنیم، نور سفید تابش میکنه، نور سفید طیفش پیوسته است. اما طیف گسسته یا خطی چه زمانی به وجود میاد؟ زمانی که ما بخار یا گاز رقیق عناصر رو داغ کنیم، مثل لامپ هیدروژنی، مثل نمیدونم لامپ بخار جیوه، یک رنگی رو تابش میکنن که وقتی طیف اون رو ایجاد میکنید بعضی از طول موج ها رو داره، به این طیف میگن طیف خطی. چه زمانی پس طیف نشری پیوسته به وجود میاد؟ زمانی که یک جسم متراکم مثل جامد، مایع یا گاز داغ شه.
گاز تحت فشار زیاد. چه زمانی طیفمون گسسته است بچه ها؟ زمانی که ما گاز رقیق یا بخار رقیق رو داغ بکنیم. سوال بعدی بچه ها گفته بلندترین طول موج رشته بالمر. بالمر بچه ها یعنی سقوطی که مقصد انپریمش لایه دو باشه. چقدره؟ چند نانومتره بچه ها؟ بلندترین طول موج یعنی کمترین انرژی، یعنی کمترین جابجایی لایه‌ای. میدونید پس بچه سقوطتون از لایه N به لایه N پریم 2، کمترین جابجایی لایه‌ای میشه سقوطمون از لایه 3 به 2. حالا بچه ها رابطه همون هم که بلدید دیگه، 1 به روی لاندا میشه 1 به روی لاندا میشه RH در 1 به روی N پریم 2 منهای 1 به روی N 2. چون عیناً توی این تجربیا بود من دیگه اینو در حقیقت براتون حل نکردم. اما 18 بچه ها الف و ب و پ گوش میدید، اینا همشون بچه ها جود قسمت هایی که رفته جود اختیاری ها و برای کنکور حذف شده، نهلی بهش گیر نمیدیم بچه. حالا خوندنی اگه خواستید خودتون نیروهای هسته‌ای قوی، هسته‌ای خیلی قوی هن، کوتاه بردن، نمیدونم کاستی جرم وقتی که هسته تشکیل میشه قسمتی از جرم به انرژی تبدیل میشه و غیره و غیره که خوندنی هایی هن که کاری ندارن. اگه خواستید خودتون توی قسمت های اختیاری بخونید در روی جزوه مختاری دارید، تو کنکور هم حذف شده بچه، یعنی خیلی روش وقت نذارید بهتره. یا مثلا سوال 19 که سوال نیمه عمره رو دقت کنید، گفته نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو حدود 15 روزه، یعنی تی 1/2 زمانش 15 روزه، پس از گذشت 45 روز تی 45 روز چه کسی ازش فعال میمونه؟ تعداد بچه ها نیمه عمرتون، این هم باز حذفیه، میشه تی به روی تی 1/2 که بچه ها میشه 45 به روی 15 میشه چند؟ 3. از اینجا بچه ها تعداد هستش رو خواسته، N0 اگه بوده اولین نیمه عمر میشه N0 دوم، نیمه عمر بعدی میشه N0 چهارم، یه نیمه عمر دیگه بگذره میشه N0 هشتم. تعداد هسته های فعال باقی ماندهش میشه 1/8 N0. حالا باری بچه دوتا سوال آخر جز حذفیات کنکورن و اختیاری، این دوتا سوال حل کردیم بچه ها. من توی کانالم باز دوباره براتون سعی میکنم امتحانای نهایی دیگر رو هم حل بکنم، چند دوره سعی کنید از این سوالا استفاده بکنید. امیدوارم با حل کردن این دو دوره درس به طور کلی یک پوششی واسهتون داده شده باشه و امیدوارم که بهترین نتیجه رو در امتحان نهاییتون کسب کنید بچه ها. خسته نباشید.